الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. سلام علیکم رفقای عزیز دل، خوش اومدید به یه کارگاه درجه یک مشاوره و برنامه ریزی دیگه. انشالله که توی این کارگاه فول انرژی میریم که یه سری اتفاقای خوب ایجاد کنیم. این آخرین کارگاه مشاوره و برنامه ریزی کنکور 1401 تا قبل از شروع کروکیه و از کارگاه بعدی ما در فرایند کروکی قرار خواهیم گرفت. فرایند کروکی درجه یکی که خیلی باش کار داریم، خیلی اتفاقای درست و درمونی قراره بیفته و خیلی ماجراها خواهیم داشت. همه هم انرژی تو بذار این جلسه فول و پر انرژی که قشنگ متوجه شی داستان چیه. انشالله از جلسه بعدی تو جمع‌بندی آخری قرار خواهیم گرفت که خیلی از بچه ها لحظه شماری میکردن از اول سال تا به این نقطه امن برسن. دره شهری جمع رد کردیم، دره اسدیوفن رد کردیم، دره ابز آموزشی رو داریم رد میکنیم و نفسای آخرش میریم که آخرین دره رو رد کنیم انشالله توی پروژه کروکی کنکور. رو دیگه نذاریم چیزی از فرایند کنکور سرسری امسالمون باقی بمونه. مطمئنم که یک شرایط خوب قرار فراهم بشه و یه اتفاق خیلی درجه یک و ایدئال بیفته. بیاید بالا ببینم چه خبر. سلام علیکم. سعید افراوی، امیر حسین مصطفی، وای خاندان مصطفی، اینا رتبه زیر صدای امسالن، دوتا برادری با هم دیگه، هیولان هیولا. سلام. چه خبره؟ ماشاءالله تعدادو داشته باش. ایول آقا چه کارگاهی بشه این کارگاه. چند نفرید شماها؟ ماشاءالله. حال دارم میکنم، دارم بسی حال میکنم که پر انرژی بتره کنم، به خاک و خون بکشیم این جلسه رو. یه گالمه آدم حسابی پر انرژی، آدم های درست و درمون میزون. ایول ماشاءالله. سلام. حالتون چطوره؟ اینو به من بگید ببینم حال و احوالتون چطوره عزیزای دل، رفقای درجه یک، دوستای دوست داشتنی، حال و احوالتون چطوره؟ اینو به من بگو ببینم. از اون حال و احوالا داری که اینجوری آخه خدایا شکرت، از اون حال و احوالا داری که افتادی انگار رو غلطک، صراط مستقیم داری، حالت خوبه، از ته دل حس رضایت داری، از اون حال و احوالا داری که میدونی داری راهی و میری که راه درسته، از اون حال و احوالا داری که وقتی به اطراف خودت نگاه میکنی از ته دل بگی خدایا شکرت، راه همین راه مسیره، همین مسیر صراط مستقیم هم درست و درمونه. از اون حال احوالا داری که بعد از یک روز پر از خستگی و فشار کاری آخر شب بگی آهان این منم، آدم حسابی داستان منم، صد خودم رو گذاشتم، صاف و صوف کردم خودم رو که تهش بشه نتیجه. از این حال احوالا داری یا نه؟ اگه از این حال احوالا داری اومدم بهت بگم مبارکت باشه، شما امسال به اون چیزی که لیاقتشو داری میرسی. اما اگه حال احوالت این نیست، باید بجوریم ماجرا رو، ببینیم چی شده، چه داستانیه که حال احوال این مدلی نیست، کجای کار داره میلنگه که حال احوال اینجوری نیست، حتما یه جای کار یه ایرادی داره که حال احواله چی شد. وای نگاه کن کجا وایستادم، یعنی بذار آدم کوچولو بشم برم اینجا وایستم، روز ثبت نامت، وای نگاه کن چه خبره. به 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 خدایا، سال دیگه این موقع میگه این بچه هایی که سر این کلاس هستن برسن به سردر اون دانشگاهی که لیاقتشو دارن. بلند الهیامین بگو ببینم از ته دل، خدایا سال دیگه از زیر سردر دانشگاه تهران شریف امیرکبیر خواجه نصیر شهید بهشتی رد بشه. خدایا دانشگاه ایران، خدایا علم و صنعت، وای کلی فکر کنم مامان بابا الان سر کلاسمون هستن. مامان بابا شما دعا کنی گرفته ها، ببین رد خور نداره ها، اصلا
مامان از ته دل که میگه خدایا بچم یه کاری بکن، یا بابا که میگه ببین هوا اینو داشته، تمومه، امضا میشه پاش، یعنی نوشته میشه که تمومه. ایشون قراره پزشکی بخونه، دندون بخونه، دارو بخونه، فیزیوتراپی بخونه، عمران بخونه، الکترونیک بخونه، حقوق بخونه، مدیریت بخونه، روان بخونه، بره دانشگاه تهران، بره شهید بهشتی، بره ایران، بره صنعتی شریف، بره امیرکبیر، بره خواجه نظیر، بره شهید بهشتی، بره علم و صنعت، بره علامه. وای وای که چقدر خوبه، وای که چه حس خوبیه. ایول همه چی رو به راه، بریم که استارت بزنیم. سال 1401 باید بشه، سال 1401 به هر قیمتی باید بشه. مدلش اصلا مهم نیست. تقریبا این سه ماه باقی مونده ریز ریز میشم، رنده میشم، گرد و خاک میشم، له و لورده میشم، به خاک و خون میکشم خودمو. ولی باید بشه ها، ولی باید بشه ها. بس سال دیگه این موقع وقتی برمیگردم به یه سال قبل فکر میکنم چشام پر اشک بشه، ضربان قلبم بره بالا، ولی حالا باشه، باید حالم خوش باشه. بعد سال دیگه این موقع وقتی که به ته دلم رجوع میکنم، از ته دل به خودم بگم بابا ای بلا، بابا دست مریضان، بابا دست کش، بابا آدم حسابی، یه کاری کردی که تا آخر عمر اعتماد به نفس اینه بوم میشه. ایول ایول، آره آره یادمون نره، با نخوابیدن و نخوردن کسی نمرده، ولی با نرسیدن خیلی ها تموم کردن. خیلی ها به ظاهر زندن، ولی چون نرسیدن به هدفه در عمل تموم کردن. گوشت و پوست و استخون و فیزیک او داره راه میره، ولی چی نیست، ته دلش یه جمله از صبح تا شب روشن خاموش میشه و اون اینه: دیدی نتونستی؟ و چه عذاب وجدان بدیه، و چه عذاب وجدان بدیه. ایشالله که سال دیگه هممون حالمون خوب باشه و امسال سال رسیدن باشه. من همه انرژیمو دارم برات میذارم، و صد خودمو دارم برات میذارم، تیم من داره صد خودشو واسط میذاره، یعنی داریم میجنگیم که به هر قیمتی بشه. تو رو خدا تو هم همپای ما بیا جلو، تو رو خدا تو هم صد خودتو بذار که بشه، به قرآن که میشه، به خدا که میشه، مگه میشه نشه؟ ببین کل دنیا یه قانون داره، کل دنیا، کل کائنات یه قانون داره. اینو یادت نره، اینو یادت نره، عملی یه عکس العملی داره. این شب بیداری ها رو داره میبینه ها، این نخوردن ها رو داره میبینه ها، این خوب نبودن ها رو داره میبینه، این بغضا رو داره میبینه، این تفریح نکردن ها رو داره میبینه، این موبایل کنار گذاشتن ها رو داره میبینه، این با رفیقا نچرخیدن ها داره میبینه. اینا همه داره جمع میشه، اینا همه داره جمع میشه. عمل 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 عمل، ای خدا تیر ما عکس العمل، یه حال خوب، یه قبولی خوب. وای وای لحظه ای که اعلام میکنن نتایجو، من جای تو صد بار بغض میکنم و چشم پر میشه. خدایا بشه ها، خدایا بشه ها، ایشالله که میشه، ایشالله که صدمون رو میذاریم و میشه. حل بریم که کلی کار داریم. این هاشف ما رو واقعا مورد عنایت قرار داده امروز. این چرا اینجوریه؟ بریم شروع بکنیم. ادمینم و متاسفانه امروز استقلالیه، خدا خدا میکنم تا آخرش چکینش پسرمون بمونه سر جاش. پسر خوبیه ولی کن دیگه، برای هر کسی یه ایرادی داره دیگه. حله بریم که شروع کنیم. آقا خیلی کار داریم، اینجا باش. ببین نخوندی صفر مطلقی، اما غیرت داری، الان این کلاس مال توه. درم و داغون بودی، هیچ کاری نکردی، الان میخوای یه کاری کنی، این کلاس مال توه. از اون اول تا اینجا هی خواستی که بشه نشد، الان به اون حسه رسیدی که باید صدمو بذارم، این کلاس مال شماست. با خودت کنار اومده بودی که نخونی و هیچ کاری انجام ندی، الان به صورت مامان بابات که نگاه میکنی میزنی تو سر خودت، میگی خاک بر سرم، خاک بر سرم که هیچ کاری نکردم، این کلاس مال شماست. اگر تا الان بنا به هر دلیلی خریت کردی و نبودی و نخوندی و نشده، حالا میخوای بگردی سر خط و بگی بسم الله الرحمن الرحیم من اومدم، این کلاس مال شماست.
اولش هم با دلیل، با برهان منطقی درست و درمون میخوام بهت بگم چرا من میگم تو این مدت زمان باقی مونده کمتر از 70 روز از نگاه من میشه تو هر درسی به 50% رسید. که برسیم به 50% پزشکی و دندون و داروی تیپ 3 و همه پیراپزشکی های کشور و مهندسی های درجه 1 و حقوق و مدیریت و روان و حسابداری 100%. این کلاس مال توه. حواست چیشتونگ اینجا باشه. اگرم تو دوست و رفیق و آشنا و فک و فامیل کسی رو میشناسی که حالش اینجوریه، الان بزرگترین خیر دنیا رو انجام میدی. بهش زنگ بزن بگو بپر سر کلاس. بپر سر کلاس. آقا جان یک ساعت از عمر تو که تو الان به بتالت گذروندی و هدر دادی و تلف کردی و هیچی توش نبوده رو بیا به من قرض بده. این یک ساعت رو 100 برابر میکنم بهت پس میدم. فقط الان شیشتونگ اینجا باشه با من بیا جلو. ببین چی میشه. ببین چی میشه و چه اتفاقی میفته. ما میگیم کجا رفت بچه؟ ما میگیم تو هر درسی میشه به بیشتر از 50% رسید. تو همین مدت زمانی که داریم که ما میگیم اصلا کمتر از 70 روز. آخو بیشتر از 50% تو هر درسی اصلا شوخی نیست و داری ادعای بزرگی میکنی آقای ذوالفقاریه. حواست هست چی داری میگی؟ با من. من مسئولیتشو پذیرفتم دیگه. با من باش. اگه تو این مدت زمان به این درصد برسی یعنی پزشکیه میشه، دندون میشه، دارو میشه، فیزیو میشه، دام میشه، پرستاری میشه، کوف میشه، درد میشه، زهرمار میشه، همش میشه. یعنی تو گروه ریاضی همه میشه. یعنی تو گروه انسانی همه میشه. یعنی فرهنگی ها مولا در زشته میره. چی میخوای دیگه؟ چی میخوای دیگه؟ الان وقتشه که یه اتفاق خوب و درست و درمون با هم دیگه درست کنیم. شیشتونگ اینجا باش، آماده باش. مامان، بابا، خواهر، برادر، دایی، عمه، به جز شوهر عمه، خاله، همه رو بنشون این جلسه سر کلاس. قرار اتفاقهای مهمی بیفته. اگه این جلسه تموم شد، کسی به خودش نیومد، کسی تصمیم نگرفت، کسی نخواست کاری انجام بده، مرگ بر او حلال است. یعنی اون آدم دیگه قرار نیست به تنظیمات کارخونه برگرده و قرار نیست براش اتفاقی بیفته. مامان بابا براش هزینه نکنید. دوست عزیز خودت هم برای خودت وقت نذار. همه اینجا، همه اینجا، همه اینجا، همه آماده اید؟ بریم چه بهتر کنیم؟ آماشالله آرمین کوهنورد آماشالله بریم که شروع کنیم. بریم شیشتون شروع کنیم. ببین چه خبره. آقا ما موضوعی که الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه. آقا من صفر مطلقم، درب و داغونم، هیچ کاری هم تا حالا انجام ندادم. آقای ذوالفقاری تو مدت باقی مونده میشه توی هر درسی قسمتو یا برام حذف کنی؟ کلاسم نمیرم. من هر درسی رو دارم صحبت میکنم. ببین همین الان بهت بگم، در هر درسی که تو کلاس نکته و تست میروی باید فقط و فقط و فقط و فقط و فقط هماهنگ و همراه استادت باشی. هر چی اون میگه، هر جزوه ای اون میده، هر تستی اون میگه، فقط با اون بیا جلو. اما اگر تو درسی کلاس نمیری یا کلا نکته و تست نمیری با من بیا جلو. آقا من خیلی گرممه. اگر کلاسی نمیری کلا یا در درسی کلاس نمیری با من بیا جلو شیشتون که درست و درمون و حرفه‌ای بهتر کنیم بیایم جلو. خیلی راحته، به خدا خیلی راحته. اگه یکم عقل داشته باشی و 5% بهره یا هوشی داشته باشی، یعنی در هوشی زیادی واقعا نمیخوام، در حق اینکه کارهای عمومی رو تو بتونی انجام بدی، یعنی آب بخوری، دستشویی بری، همون بری، خیابون رو، در همین حد باهوش باشی تو میفهمی اینا رو و میتونی نتیجه بگیری. با من باش. آقا من صفر مطلقم توی فارسی، کاری میتونم انجام بدم؟ بله که میتونی. در مدت زمان باقی مونده برای قرابت تو کروکی برنامه دارم برات، برای آرایه برنامه دارم. لغت ها هم چه معنی چه املا، بچه هایی که تو حبسن الان دارن پیتزاشو میگیرن. تاریخ ادبیات هم همه بچه ها پیتزاشو میگیرن.
اگه این مجموع رو من الان جمع بکنم بالای 50 لعنتی، این 75% هم رد کرده، من 50شو از تو میخوام. یعنی من تو قرابت میگم چی بخون، تستاشو بهت میدم، تو آرایه میگم چی بخون، تستاشو بهت میدم، تو لغتمنی لغتمنی ها رو بهت میدم که حفظ کنی روزانه، توی تاریخ ادبیات هم تاریخ ادبیات رو بهت میدم که حفظ کنی روزانه، با من بیا جلو. این شد 75%. آقا من تعطیلم، شوت شوتم، تعطیل تعطیلم توی فارسی، کلاسم نمیرم بنا به دلایلی، دستور زبان نمیخوام شزاد. یعنی دستور زبانه رو گرفتی کندم انداختم کنار، الان اینو گذاشتم تو کاست. یعنی این مجموعه رو جمع کنیم ما بالای 75% عین آب خوردن جمعه. بریم رو درس بعدی. من به 50% دینی میگم فوش. چرا؟ چون دانش آموز داشتم تو 3 هفته بالا 70 زده، چون دانش آموز داشتم تو 2 ماه 100 زده، پس میگم ارزشمند این درس. این درس خدا وکیلی حذف کردن هر قسمتش حرومه، پس نباید حذفی توش داشته باشم. آقا به هم ترتیب خوندنشو میگی، من میگم. آقا تستاشو از کجا بزنم، من میگم. آقا روندشو چجوری میگی، من میگم. همه رو دارم آماده میکنم که تو کروکی کنکور از صفر بکشمت 5% تا 100 ببرمت. فقط با من باش، صفر مطلقم هستی، عین آب خوردن تو همین دین و زندگیه، بالای 70 میتونی بزنی. و خدا میدونه، و خدا میدونه اگر من چیزی بارم نباشه، تعطیل باشم، اصلا یهودی باشم، دین و زندگی رو میتونم تو یک پروژه کمتر از 70 روز به 100 برسونم. پس از عقلت استفاده کن، جای قصه خوردن، جای ادای بدبختا رو در آوردن، جای تو در و دیوار بودن، یه کاری کن که نتیجه بگیری. این حجم من دانش آموز و رتبه و مهمون از این ور و اون ور تو بچه های خودم برداشتم و بردم. از من اگه میپرسی تأثیرش چقدر، میگم صفر، صفر مطلق، چون آدم با آدم فرق داره. اگر میخوای یه اتفاقی برات بیفته خودت باید یه کاری بکنی. اونی که میاد میگه آقا من توی 2 ماه درس خوندم رتبم شده 100، داره دروغ میگه، اون یه پیشینه داره. ولی اگه کسی الان پیدا بشه بگه آقا من صفر مطلقم، میتونم توی عمومیام 60%، 50% بزنم، تو تخصصیام 30، قطعا میشه، این واقعیته. ولی نمیتونه توی همین مدت باقی مونده تو عمومی ها همش رو 100 بزنه، تو تخصصی ها همه رو 70-80 بزنه، اون داره دروغ میگه. گرفتی داستان چی شد؟ اینو دارم میگم چون بازار این دروغ گفتن ها و رویا فروشی ها الان داغه داغه. اگه از من بپرسی میگم آقای تجربی، خانم تجربی، صفر مطلقی، تو الان میتونی توی عمومی ها به 50-60 برسی، تو تخصصی ها میتونی به 30-35 برسی، شما با این توی کنکور نرمال پزشکی دندون داروی آزاد میتونی یه جاهای قبول شی، شما میتونی پیرا پزشکی های کل کشور قبول شی، شما همه مهندسی ها رو میاری، شما همه رشتاب های انسانی هم میاری. فهمیدید بچه ها چی شد؟ من دارم الان دقیق و منطقی و درست بهت میگم چی به چیه. یعنی الکی سر کارت نمیذارم که چرت و پرت باشه بگم آره در مدت زمان باقی مونده با روش پی کیو آر سی او وی میتونی 90% تو هر درس بزنی. بارم اما دوز کلاش، این واقعیته، این کف چیزیه که تو میتونی بهش برسی. بیا اینجا آقا عربی رو نگاه کن، من میگم تو عربی اوزام نادخ و نامیزونه، صفر مطلقم. آقا تو هم تو ترجمه هم تو قواعد این آب خوردن با روندی که بهت میگم میتونی به بالای 50 برسی. دانش آموزم داشتیم که به 80%ش رسیده، 100 نداشتم تو این مدت توی دانش آموزم. شاید امسال یه نفر پیداشه، 2 نفر پیداشه، من نمیدونم، ولی من میگم با این روند مینیمم 50% به دست میاد. کافیه توی قواعد فقط و فقط روی این درس ها تمرکز داشته باشی و ترجمه کامل و جامع با من بیای جلو. ما میدونیم که ترجمه عربی مثل نظام قدیم نیست، من در درجه اول به واژگان نیاز دارم که من همه اونا رو در قالب فرایند پیتزا دارم بهت میدم. ما توی ترجمه به قواعد کمکی ترجمه نیاز داریم که من همه اونا رو توی پروژه کروکی دارم با تو کار میکنم و میارم جلو.
پس آقا اگر من صفر مطلق باشم توی عربی و اصلا 8 دونه سوال ترجمه بیاد 4-8 32% فقط میتونم از ترجمه بگیرم اینا به خوردن. این کمه؟ این کمه که ادای آدم بدبختا رو در میاری؟ خیلی راحت میشه نتیجه گرفت. ولی تو یاد گرفتی فقط قصه بخوری بگی نمیشه. بیا زبانو با من نگاه کن. تو زبان انگلیسی ما میدونیم 80% ماجرا تو کلوز، تو ریدینگ، تو تستای وکب به واسطه یه حفظ لغت انجام میشه. من که دارم لغتها رو همه رو 0-100 بهت پیتزا میدم، فقط ازت میخوام حفظ کنی، هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. در کنارش برای گرامر برنامه دارم، یعنی دقیقا درس های با پتانسیل زبان رو میخوام بهت بگم بخونی در درجه اول. تو زبان خیلی داشتیم که تو مدت زمان باقی مونده بالای 80% به دست آوردم، من میگم اونم نمیخوام، اونم علکیه، من 50% ازت میخوام. آقا خانم اینجا باش به من جواب بده، اگر من با این روند توی این عمومی ها اینجا 50 بگیرم، اینجا 60 بگیرم، اینجا 50 بگیرم، اینجا 50 بگیرم، تو مدت زمان باقی مونده برای منی که صفر مطلقم و هیچ کاری نکردم، این عدد کمیه یا عدد معقولیه؟ به من جواب بده. آره آفرین، عالیه، آره آره 90% میگن زیادم هست، نه معقوله، عالیه، منطقیه، منطقیه، نگو از سرم زیادیه، میرسی، منطقیه. اگه جدی باشی آدم به درد بخور باشی، چون از دید من 80% بچه ها ببخشید ببخش به درد نخورن، لب و دهنن، حرف مفت میزنن، کاری نمیکنن، فقط حرف میزنن، فقط توجیه میکنن، فقط گردن این عموم میزنن، کاری نمیکنن. اونا رو ول کن، اونا آشغال پاشغالای کنکورن، بابا اونا کاری نداریم، اونا میمونن، امسال میمونن، سال بعد میمونن، پسراشون میرن سربازی، دختراشون میرن پیام نور، حسابداری میخورن، تهش هم هیچ کسی چی نمیشه. ما بی درد بخورا رو کار داریم، آدم حسابیایی که دلشون به حال خودشون میسوزه الان میخوان یه کاری کنن، این شرایط الانه. آره ولی ما صفر نیستیم، خیلی همون صفر نیستیم، ولی 80% کاری نکردن، ما الان دنبال هموناییم، میخواییم به همونا کمک کنیم، آدم به درد بخورایی که میخوان یه شرایطی درست بکنن برای نتیجه گرفتن. بقیه که تعطیلن، فقط زندن و چقدر زیادن و چقدر زیادن، فقط هستن، فقط منتظر اینه یه نفر بهشون انرژی بده. یعنی به من زنگ بزنه آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو من بتونم درس خونم، آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو من بتونم زندگی کنم بعدها، آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو من بتونم ازدواج کنم، آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو من بتونم بچه داشتم، آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو بتونم اینو بزرگ کنم، آیزوفای تو رو خدا یه چیزی بهم بگو بتونم راحت بمیرم. اینا آدم آویزون هایی هستن که فقط و فقط گدایی انگیزه میکنن. یعنی هر جا همایشی باشه، لایوی باشه، صحبتی باشه که در حال فروش انگیزه باشن، پول بگیرن، انگیزه فروشان، این ابله ها اونجان هیچی هم نمیشن تا آخر عمر. کتاب خونه خونهشون هم نگاه کن، چگونه یک شبه پولدار شویم، چگونه یک ماه موفق شیم، چگونه رابطه موفق، همش دنبال اینن که یه چیزی بشنون، خود بدبخت بیچارهشون رو یکم شارژ کنن، فردا فسشن. و این آدما مدل ذهنشون اینه. مامان باباشون هم که به من زنگ میزنن اوسفای شما که کارگاه میذاری تو دوشنبه خیلی خوبه، از دوشنبه به بعد انگار این باتری افت بکنه داغون بشه، ای کاش کارگاه شما جمعه بود دوشنبه بودش. و من رو نمیشه به مامان بابای بگم ببین آب در هاون کوبیدی، این چیزی که باروردی، این دستبیلی که باروردی هیچ سودی برات نداره، نه برای خودش، نه برای جامعه، نه برای بقیه. قبول دارید اینو خدا وکیلی؟ ایشالله که اینجوری باشه، ایشالله که مامان بابا دیگه زنگ نزنم بگم میشه یه چیزی بهش بگید حالش خوب بشه، میشه یه چیزی بهش بگید درس بخونه، میشه یه چیزی بهش بگید آدم موفقی بشه، میشه یه چیزی بهش بگید در رخت خوابش پشه، میشه یه چیزی بهش بگید کمتر بخوره، میشه یه چیزی بهش گدای انگیزه، بعدها گدای محبت. میشه بهم بگی خیلی دوستم داری؟ میشه بهم بگی که تو زندگیت فقط من هستم؟ میشه بهم بگی که به هیچ کس دیگه فکر نمی‌کنی؟ همینجوری این
این فرایند ادامه داره تا روز آخر دینگ مرگ خلاص. خب بریم ادامه داستان. چت ببین چی شد. بریم ادامه داستان. آقا درس بعدی من قرار نبود تخصصی ها رو بگم، یه کوچولو بگم ردشم. بچه ها ما هممون میدونیم که اگر کسی بیاد توی زیست بسپندی کنه بگه اینو بخونی میشه 15%، اینو بخونی میشه 30%، اینو بخونی میشه 50%، اینو بخونی میشه 90%، کلاش دروغگو و کلاه برداره. چون ما تو زیست یک فرایند ترکیبی داریم، اما اگه قرار باشه فصلهای کمتر ترکیبی رو من به تو معرفی کنم و بگم اگر اوضاع زیستت خیلی داغونه، ما چون امسال داریم یه تعدادی دانش آموز دیگه، مثلا طرف انسانیه علاقه من شده که بره پزشک بشه و قطعا هم میشه، یا طرف ریاضی دوست داره بره مثلا دندون پزشک بشه، یا بچه تجربی کمپلت تعطیل، اصلا اشتباه مسیر اومده بود و دیده پر شده اومده تعجبی نشسته، این گروه از بچه‌ها اگر میخوان الان تو زیست فصل‌های کمتر ترکیبی رو پیدا بکنن، روش انرژی بذارن، یه کوچولو حد درصد خودشون رو بکشن بالا و یه اتفاقی بیفته، بهترین گزینه واسهشون دقیقاً تو هر پایه همینایی که یادداشت کردم که عین آب خوردن میتونن روش نتیجه بگیرن و به اون چیزی که میخوان برسن. این خیلی ارزشمند بودا، این خیلی ارزشمند بودا، به خاطر اینکه دقیقاً تو دنبال قسمت‌هایی می‌گردی که حد ترکیبش کمتره که بتونی یه مقدار بیشتر نتیجه بگیری، و من دقیقاً همون فضا رو بسد ایجاد کردم، همون فرایند رو برات ایجاد کردم. اما تو شیمی آقا من همین الان یه چیز بگم، ما 90% بچه‌هامون میگن آقا در شیمی ما می‌خونیم، اما وقتی میریم سراغ مسئله ما به مسئله نگاه میکنیم، مسئله به ما نگاه میکند و هیچ اتفاقی بینمون نمیفته. رفیق اگه میخوای تو شیمی به درصد بالای 50 برسی و فضای حل کردن مسئله رو نداری، دریب هوشی تو ریاضی پایینه، نمیتونی اعداد و ارقام رو جمع و تقسیم بکنی، نمیتونی مسئله درست حل کنی و هول میشی، بودو بیا سر وقت فصلهایی که برات نوشتم که تو هر فصل هم احتمال دادم فضای مسئله داره، اونو حذف کردم و فقط توی این قسمت ها روی مفاهیم انرژی بذار، کاری که تو کروکی کنکور میکنیم. گاج دوتا کتابچه کوچولو داره، مینی میکرو طلایی مفاهیم، مینی میکرو طلایی مسائل، این مینی میکرو طلایی مفاهیمشو بگیر، قوقا به پا میکنه، کف کف 30% بهت میده. همه رو تیپ بندی میکنیم محمد میرزایی، ما مسئله ها رو هم میخواییم همین کارو بکنیم، درستش میکنیم، یعنی نگران این نباش. برای همه درس ها چنین داستانی رو داریم، اینا رو نباید توضیح میدادم، وقتمون خیلی داره میره، ولی یه کلیتی بهتون میگم که چی به چیه. خب اما فیزیک، آقا ما میدونیم که در درس فیزیک بزرگترین موزل و مشکلمون تو 12 رو حرکت و دینامیکه که 4-5 مقتدرانه روش انرژی گذاشتیم، الان به این نتیجه رسیدیم که حذفش بکنیم. تو 10 تکلیف معلومه، تو 11 انرژی بذار بترکون، فقط مقاومت ها رو بپر و الکتریسیته جاری اتفاقی برات نمیفته اگه تا حالا نخوندی، یا نری فردا به استادت بگی منی که خوندم این میگه حذف کن. نه دوست بسیار فهمیده باهوش و دقیق من دارم اینو برای کسایی میگم که الان داغونن، تخصصیش زیر 10%، کلاس هم نمیره، دنبال یه راه حل میگرده. 12 هم تکلیف معلومه که باید چی کار بکنی. گرفتی داستان چی شد؟ من دارم حذفیاتو میپرونم، کارگاه بعدی که شروع کروکی کنکوره منابع خوندن اینا رو میگم، چون الان هممون تو حبسیم داریم کار حبسو انجام میدیم، بچه‌ای که تو حبسو دارن با برنامه فردی میخونن میان جلو، بچه‌ایم که بیرونن برنامه عجیبیشو دارن جمع میخونه، کارگاه بعدی کروکی میخواد شروع شه، اینا رو میخوایم بیاریم تو دستور کار، منابعش هم بهتون میگم. ریاضی هم تکلیف معلومه، آقا صفر مطلقم، کلاسم نمیرم، تعطیلم به من بگو چی کار بکنم. از نظر من اینجا با همینا اتفاق بهتر از و بالاتر از 60-65% حتی میفته. خب حالا آقا انسانیارم به موقعش میگم، همه رو میگم بچه ها نگران نباشید، بریم سر وقت قسمت بعد. ما آخرین و مهمترین جلسه سوات رو میخواییم پشت سر بذاریم، یعنی الان میخواییم به یک نقطه ای برسیم که یک بار
سوات عمومی که گفتیم سری مرور کنیم داستان چی بود؟ بریم سری سر وقت سوات تخصصی و این تنها کارگاه مشاوره و برنامه‌ریزی روی کره زمینه که داره با توجه به 3 دفترچه شدن در هر گروه آزمایشی روند سوات رو میاره جلو. این خیلی مهم شده، یعنی تو هر درس تخصصی با توجه به تفکیک دفترچه دارم میگم چیکار کنیم. ما تو حبس آموزشی حضوریمون یه آزمون 3 دفترچه‌ای از بچه‌ها گرفتیم، بازخوردش فوق‌العاده خنده‌دار و جذاب بود، یعنی خیلی از بچه‌ها اصلا به اون نقطه نرسیدن وارد دفترچه سوم بشن، رو دفترچه دوم ترکیدن و به فنا رفتن. این خیلی ارزشمنده اتفاقا، یعنی ما میدونیم راه سختی رو در پیش داریم و قراره برای این راه سخت یک سری روندها و روش‌ها و راهکارا بهتون یاد بدم که بدونید باید چی کار کنید. حله؟ بریم شروع کنیم سوهاتو؟ از کارگاه بعدی ما کروکی رو شروع میکنیم. 3 اردیبهشت استارت کروکیه، دوباره از صفر. دوستان عزیزی که از اول سال هی اومدن جلو شل شدن، بعد اومدن گفتن میشه دوباره از اول شروع کرد و من توی تایم جنبندی ورشون داشتم و از اول باشون شروع کردم، اومدن جلو دوباره شل شدن، میشه از اول شروع کرد، ورشون داشتم و دوباره آوردمشون جلو. اگه سوالتون اینه که دوباره میشه از اول شروع کرد، بله در کروکی کنکور دوباره از صفر میخوایم شروع کنیم، ولی این آخرین باریه که از صفر شروع میشه و اگر تمایل داشتی یک بار دیگه از صفر شروع کنی دیگه باید بری برای کنکور سرسری سال بعد. کروکی کنکور آخرین تایمه برای شروع مجدد و ترکوندن تمام قسمت ها، فقط هم برای بچه های خودمونه، یعنی برای سربازای پادگانه. آرش جان درصد فیزیکم بالای 50، این چیزی که من نوشتم دور و بر 70%. پیتزا رو از هر جایی که جا موندی اگر 15 تا تکمیل شده تکمیلش کن، بقیه تو سطل آشغال دوباره از اول. حبس تا آخر فروردینه بچه، من دارم در سوالای احتمالی و همه رو میگم که شروع بکنم کارو. چیزی تحت عنوان ثبت نام کروکی کنکور نداریم، کروکی کنکور وظیفه منه که برای همه بچه هام انجام میدم تو تمام گروه ها. بله رایگانه کروکی کنکور تو سیستم من رایگانه، حالا جنبندی آخر عموما تو سیستم های مشاور و برنامه ریزی های دیگه هزینه داره، ولی نه تو سیستم من کروکی کنکور سورپرایز من برای بچه هامه، فقط بچه های خودم رایگانه. خب سوال تکراریه، بریم شروع کنیم. ما آخرین مبحث مهم توی فرایند سوات رو میخواییم با هم ببندیم و نکته خیلی مهم اینه، من تعبیرم اینه، شاه کلید نتیجه گیری تو آزمون‌های جامعه این مدت زمان باقی مونده تو کنکور سرسری سوات. من چند تا سوال ازت بپرسم. از اول سال که تو سیستم من بودی تا حالا چند تا آزمون دادی؟ خیلی زیاد، بچه های وی آی پی بیشتر از 1000 تا، بچه های پروفشنال بیشتر از 7. از اول سال تا حالا که تو سیستم من بودی چند هزار تا تست رو بررسی کردیم با هم دیگه؟ فقط تو آزمونا، برنامه روزانه نه، تو منابع تستی که بد میدادم مثل نوستراداموس نه، فقط تو آزمونا چند هزار تا تست رو تا حالا بررسی کردیم؟ همه کارهایی که تا الان انجام شده و عالی و درجه 1 بوده رو بریز توی کاسه بذاری یه گوشه. از الان به بعد قراره چه اتفاقی بیفته؟ از الان قرار اتفاقی بیفته که تعداد تست هایی که تو این مدت زمان بررسی بشه و تعداد آزمون هایی که تو این مدت زمان زده بشه قاعدتا بیشتر از تمام اون چیزهایی که توی ذهنت بوده تا حالا، یعنی به لحاظ تعدادی آزمون و به لحاظ تعدادی تست و به لحاظ شرایط شبیه سازی کنکور قاعدتا بیشترین تعداد رو توی این مجموعه خواهیم داشت. فقط دل بده به سیستم و با من همراه باش که متوجه بشی دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته. این خیلی اهمیت داره ها. من یه چیز خیلی ساده بهت بگم، با یکی از بچهای قبولی پارسال داشتم صحبت میکردم که حالا این هفته یا هفته دیگه باید هماهنگ بکنیم حتما بیاد و در مورد این قضایا با هم دیگه صحبت بکنیم، با خانم سلیمی. تعداد تست هایی که تو در پروژه یک ساله کنکور تو سیستم من میزنی به قدری هست که اگر فقط به گفته این دانش آموز، اگر فقط و فقط و فقط همون تعداد تست رو تو بررسی کنی،
حتی اگر نفهمیدی حفظ کنی و بری سر جلسه کنکور، قطعا در تمام دروس چه عمومی چه تخصصی بالای 50 خواهی زد. بچه های عدد عدد شوخی برداری نیستا. حجم تست ها اگه اون تست ها تحلیل بشن نتیجهش کولاک به پا میکنه. بریم شروع کنیم ببینیم آخرین جلسه سوات توش قراره چه اتفاقی بیفته. من خیلی سریع فقط یک سری از قسمت ها رو برای تو توضیح بسیار گذرا میدم که بدونی داستان چیه. ما یاد گرفتیم یک مدل تست دادن در خانه داریم که تست آموزشیه و یک مدل تست دادن سر جلسه آزمون داریم که تست سنجشیه. اگر میخوای بدونی چیه برو جلسات قبل و کامل ببین. توی تست های آزمایشی یا تست سنجشی قرارمون بر این شد که برگه های جی پی اس رو همراه داشته باشیم. در هر آزمونی از امروز به بعد داشتن برگه های جی پی اس بسیار واجبه و اگر کسی برگه های جی پی اس رو نداشته باشه عملا سر کار و اتفاقی قرار نیست واسش بیفته. چه برگه ایکاشنامه که شدیداً مهمه، چه برگه پیشبینی آزمون، چه فرم ارزیابی آزمون و چه فرم نقد آزمون، این برگه ها در کنار همدیگه قراره به همدیگه کمک بکنن که ته ماجرا من متوجه بشم کجای کار موزل دارم، کجای کار مشکل دارم و بر مبنای اونا بتونم یک نتیجه ایدئال خوب بگیرم. این خیلی مهم شد دیگه. امیرحسین بچه ها رو اذیت نکن. این خیلی مهم شد دیگه. پس باید حواسمون جمع این داستان باشه. مهدی البته حواسمون جمع این داستان باشه که هر موضوعی که من دارم توی کارگاه های سوات بهت میگم اگر نباشن تداخل ایجاد میکنن تو نظم نتیجه گیری آزمون. تا از امروز به بعد برای تمام آزمونات این چهار تا برگه رو باید پرینت گرفته آماده داشته باشی. آزمون به آزمون برگردیم نقطه ضعف رو به من بگی برطرفش بکنیم بریم سراغ آزمون بعدی که اگه این اتفاق نیفته فاجعه ایجاد میشه. خب ما فرایند تست دادن سر جلسه آزمون های جامرم با توجه به یک سری از قوانین یاد گرفتیم. قانون شماره یک به ما چی میگفت بچه ها؟ میگفت عکس قانون قورباغه ها رو اجرا کنیم. عکس قانون قورباغه ها چی میگفت به ما؟ به من بگو عکس قانون قورباغه ها چی میگفت به من؟ میگفتش که همونطوری که در قانون قورباغه ها میگفتم سخت‌ترین درس، بدترین درس، اولین درس، در جلسه آزمون عکس قانون قورباغه برای انتخاب درس ها موقع تست دادن به من چی میگه؟ راحت ترین درس، بهترین درس، اولین درس. ما عاقلیم، طبق ترتیب دفترچه کنکور سراسری کارمون رو انجام نمیدیم. بیاین جلو، ما طبق عکس قانون قورباغه کارمون رو انجام میدیم. بهترین درس، اولین درس، درس متوسط دوم، درس داغونه سوم، درس وله آخر. تو عمومی ها، تو تخصصی ها، طبق چیزی که بهت یاد میدم باید عکس قانون قورباغه رو رعایت بکنیم. حل تا اینجا من اینو فهمیدم. حالا الان همتون به من بگید اگه دفترچه یا عمومی ها الان بذارم جلو ترتیب دفترچه براتون چجوریه؟ آما شالله بگو ببین چه خبر شد، ببین چه خبر شد. همه اینا کار کردن ها، اینا همه آزمون دادن، میدونن که چه خبره، میدونن داستان چیه. ترتیب دفترچه رو بنویس، ترتیب دفترچه رو میدونه چیه، یعنی بر مبنای آزمون هایی که داده و تست هایی که زده میدونه الان باید چی کار کنه. آها رو اومدم بچه ها، رو اومدم بچه ها. ماشاءالله 90% دینی اول فارسی دوم، چی کار داری میکنی؟ آه ماشاءالله اینا خوبیشون اینه قبولم نشدن میفرستیمشون قم. آها پس تکلیفت با خودت و دفترچت مشخصه. من اینو تا اینجای کار فهمیدم. بریم ادامه ماجرا. ادامه ماجرا به من گفت سازمان سنجش یه قانون یواشکی داره. اون میگه تحت هر شرایطی، حتی در غیر استاندارد ترین کنکور تاریخ 1400، من 40% از سوالایی که به بچه‌ها میدم ساده است، 40% از سوالایی که به بچه‌ها میدم متوسطه، 20% از سوالایی که به بچه‌ها میدم سخته. آقا این میزو نذارید اینجا دیگه، استودیوی من دیگه اینجا نباشه، نمیام سمت دوربین اصلا به هم میریزه. پس 40-40-20 یعنی چی؟ یعنی من اگر در بدترین حالت ممکن، افتضاح‌ترین حالت ممکن، احمق‌ترین حالت ممکنم باشم، با تسلط روی کتاب درسی و تستای 10 سال اخیر 40% تو هر درسو میگیرم. اگر یکم میخوام سطحم بره بالا کتاب درسی رو دارم، تستای 10 سال اخیر رو دارم، تستای تالیفی منابرم دارم که من بهت میدم، میشه 80%. تستای سخت اصلا برای نزدنه، گذاشتن اگه کسی زد بگه اوه
نگاه کن احمقه رو، وقت گذاشته اون 20 درصد آخر رو زده. پس این خیلی پر اهمیت شد. خب آقای ذوالفقاری، تو که به من این 40-40-20 سازمان سنجشو میدی، یه راه حلی هم بهم یاد بده تستا رو شناسایی کنم دیگه، روز کنکور بفهمم چیو بزنم چیو نزنم چیو بیخیال شم. بریم ببینیم داستانش چی شد. قانون شماره 2 رو بهت یاد دادم، گفتم تیپ بندی کن تستا رو. رتبه برترها تیپ بندی بلدن، رتبه برترها میدونن چیو نباید بزنن، رتبه برترها انقدر عاقلن بیشتر از این که بدونن چیو باید بزنن میدونن چیو نباید بزنن. این خیلی مهم شده. اونا عقل دارن، تو تله تستی نمیافتن، اونا عقل دارن، رو تستا گیر نمیکنن، اونا عقل دارن، وقت رو تستا هدر نمیدن. بریم جلو، بریم جلو. قانون شماره 2 به من تیپ بندی تستا و هوشمندسازی تستا رو یاد داد. یعنی روش استی به من گفت آقا تست تیک داریم، یعنی بلدم، نگاه میکنم میتونم بزنم میزنم. تست دایره دارم، بلدم، نگاه میکنم میبینم نه، زمانبر دایره میزنم رد میشم. تست حذفی دارم، نگاه میکنم میبینم نه اون مال منه نه من مال اونم، زب در میزنم از روش میپرم. اینا رو دارم تونتون میگم، تو میتونی جلسات قبلی رو ببینی. میخوام برم سر اصل داستان و قانون شماره 3. وای وای، بچه‌هایی که آزمون جام زدید با من، مخصوصا بچه‌های حبس حضوری، فهمیدن سواد چی میگه. 10-15 قوقا به پا میکنه تو دروس عمومی، یعنی له و لورده میکنه تستایی به درد نخور. بچه ها 10-15 کیا تست دادن تا حالا دفترچه عمومی و کیا این مدلی تست دادن؟ آها آها، ماشالله، من فکر میکردم شروع نکردید، ماشالله، قشنگ خط مقدمن اینا. ایول ایول، آفرین، تایم اضافه آوردید. بابا چقدر آدم به درد بخور دانیم خدا وکیلی. یه عده که منتظر، همیشه منتظر این بدبخت ها، قشنگ چی نمیشه، تا آخر اون منتظرم. چند دقیقه اضافه آوردید؟ اضافه ها رو به من بگو ببینم، اضافه ها رو به من بگو ببینم چقدر آوردی. 15 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه 10 دقیقه 8 دقیقه. ایول ایول، آفرین آفرین، دنبال همین میگردم منا. یعنی آدم به درد بخوری که تکنیکا رو گوش میده، یاد میگیره و کار شروع میکنه انجام میده، این خیلی اهمیت داره. آفرین، بریم ادامه داستان. من یاد گرفتم اول برای هر درسی 10 دقیقه وقت میذارم، میشه 4 تا 10 دقیقه، 40 دقیقه توی اون تیکا رو میذارم تا حدی دایره رو میذارم. بعد برمیگردم برای هر درسی 5 دقیقه وقت میذارم، 4 تا درس میشه 20 دقیقه، دایره رو تموم میکنم. در آخر واسه من 15 دقیقه زمان باقی میمونه که توی این 15 دقیقه اگر دایره ای از هر درس باقی مون میرم سر وقتش. من عاقلم و میدونم سر وقت تستای زب در نباید برم، نگاه کردم به اونا واسم حرومه حتی یه نظر. خب بریم شروع کنیم اصل داستانو. کلاس ما شروع شد. قانون شماره 4. یه نمه این باید بزرگتر شه. قانون شماره 4. ما با قانون شماره 3 یاد گرفتیم که برای دروس عمومی باید چی کار کنیم. حالا رفتیم سر وقت دروس تخصصی تو هر درس. اصل داستان و موزل بزرگ کنکور امسال از همین دروس تخصصی شروع میشه، چون تعداد دفترچه ها بیشتر شده و هر دفترچه تعلق داره به یک تعداد مشخصی درس. بچه هایی که دنبال حذف کردن یه درس بودن که تایم اون درس رو اختصاص بدن به یک درس دیگه، یا دنبال حذف کردن قسمت هایی از یه درس بودن که اون تایم رو اختصاص بدن به یه درس دیگه، الان دیگه گیر میکنن، الان نمیتونن کاری انجام بدن. چرا نمیتونن کاری انجام بدن؟ چون سازمان سنجش دفترچه ها رو تقسیم بندی کرده و تو مجبوری وقت بذاری برای اون دفترچه. خیلی درد بزرگیه ها، تو مجبوری تایم بذاری برای اون دفترچه. بریم با گروه تجربی شروع کنیم. توی گروه تجربی ما دو تا دفترچه تخصصی داریم، دفترچه شماره 1 تخصصی که در اصل میشه دفترچه شماره 2 ما، چون یه عمومی هم داشتیم. دفترچه شماره 1 تخصصی ما 8 تا تست داره، 90 دقیقه و دو تا درس داره، ریاضی و زیست. این خیلی پر اهمیت شده.
این خیلی پر اهمیت شد. دو تا درسی رو گذاشته کنار هم دیگه که عملاً میشه گفت خیلی از بچه‌ها دلشون نمیومد تایم ریاضیه رو اختصاص بدن به زیست و از طرفی هم زیست رو نمیتونن به راحتی ازش عبور کنن چون بروزدریب ترین درسشونه. اصل داستان همینه، اینو پایین بزنن که به فنا رفتن. ما قانونی که برای تست زدن دفترچه شماره 1 تخصصی داریم چیه؟ قانون 25 15 10. اول برای هر درس تخصصی در دفترچه اول تخصصی 25 دقیقه وقت میذارم و تو این 25 دقیقه تمام تستای تیکو میذارم و اگر رسیدم قسمتی از تستای دایره رم میزنم. 25 دقیقه، 25 دقیقه، 50 دقیقه. حالا دوباره برمیگردم از اول. برای هر درس تخصصی 15 دقیقه زمان دارم. تو این 15 دقیقه باید کدوم سری از تست ها رو برم سر وقتش؟ تست های دایره رو باید تکمیل بکنم و کلن پروندش رو ببندم و در آخر 10 دقیقه زمان باقی میمونه که توی این 10 دقیقه من فرصت دارم اگر تست دایره‌ای باقی موند برم سر وقتش. خیلی داستان سخت داره میشه. من باید حواسم باشه توی دفترچه اول تخصصی بیگدار به آب نزنم. یکی این که اول درست انتخاب کنم برم سر وقت زیست یا برم سر وقت ریاضی، این خیلی مهمه. شاید ریاضی برام روونتر باشه ولی زیست برام پرضریب‌تره، پس باید انتخاب درستی داشته باشم. دو این که تقسیم بندی زمانو درست رعایت بکنم. 25 دقیقه 25 دقیقه، 15 دقیقه 15 دقیقه و در آخر یه 10 دقیقه قلفتی. بچه ها فهمیدید این داستانو؟ حالا به من بگو ببینم توی این دفترچه که من اسمشو گذاشتم دفترچه مرگ، اول میری سراغ زیست یا ریاضی؟ بودو ببینم، بودو ببینم، اول زیست یا ریاضی؟ اوه زیست، 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 ریاضی، زیست، زیست. سخت شد داستان، ولی 50-50 تقریبا، تقریبا 50%، 50% دارید میاد جلو. خیلی مهمه ها، اگه تو یه دقیقه جا به جا بزنی کارت تمومه. به حرف هیچ کس دیگه ای گوش نده، به حرف هیچ کس دیگه ای گوش نده. یک، انتخاب کن اول کدوم درس، نیفتی تو چاله 1400. تو چاله 1400 افتادن اون دسته از بچه هایی که طبق ترتیب دفترچه اومدن جلو. بهترین درست اونی که توش خفنی باید بیاد بالاتر قرار بگیره. دو، باید انتخاب درستی داشته باشی و زمان بندی تو درست بهش اختصاص بدی. خیلی مهم شد بچه ها. بریم سر وقت دومین دفترچه تخصصی تو گروه تجربی. تو گروه تجربی دومین دفترچه، دفترچه جالبیه. یه دونه فیزیک داره، یه دونه شیمی داره و زمین شناسی رو داره که همین الان گوش بده من چی میگم. فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط اونی باید بره سر وقت این درس که دارو میخواد یا خود رشته زمین شناسی رو میخواد. بچه اینو فهمیدی تو اینجا؟ بنابراین توی دفترچه دوم من این فرصت رو دارم که درس زمین شناسی رو یه حال ریزی بهش بدم، یه جا به جایی روش داشته باشم و یه بازی در بیارم. یعنی زمینه رو اگه دارو نمیخوام میتونم حذف کنم و تایمر رو وردارم بنازم برای یا فیزیک یا شیمی. خب این خیلی جذابه، این خیلی جذابه برای اون دسته از بچه‌هایی که میدونن دارو میخوان یا واقعا دارو نمیخوان. پس باید خیلی باهوش باشی. یا اینجا مهم شد، ما تا کنکور پارسال زمینه رو مینداختیم یه گوشه، تایمشو میدادیم به زیست، زیستمون رو احیا میکردیم. الان این بازی رو نداریم چون ریاضی و زیست خودشون به تنهایی دوتا پادشان که دارن سر به سر به هم میزنن. خیلی مهم شد، نه تایم اینو میتونم بسوزونم نه تایم اینو، اصلا شوخی نیست. اما تو دفترچه آخر تخصصی این فرصت رو دارم که این بازی رو در بیارم، تصمیم گیری بکنم اگر زمین نیست تایمشو به فیزیک یا شیمی یا به هر دو بدم. نگاه کن، اگر تو دفترچه دوم دارو میخوای، یعنی زمین شناسی باید باشه تو برنامه‌ات،
کاری که من میگم و میکنی. اول برای فیزیک و شیمی خیلی مهم گوش بده، سه تاشو با اینکه زمینو دارم نیاوردمش تو بازی، اینو سعی کن متوجه بشی، خیلی مهم شد. اگه اینو بفهمی میترکونی به قرآن، یعنی سواد کولاک به پا میکنه برای دانش آموز تعجبی تو دفترچه دوم تخصصی که میشه کلا رو هم رفته دفترچه سوم. اگه زمین داری یعنی دارو میخوای، اول 25 دقیقه میذاری برای فیزیک، 25 دقیقه میذاری برای شیمی، 50 دقیقه گرفتی. اصلا زمین رو انداختی یه گوشه، میخوای شاب ولی الان انداختی یه گوشه، برو وایسه تو بازی نیستی، تو پشتتو کن به من رو به دیوار، فعلا اون گوشه نگهش میداری، میخوایمش ها میخوایمش ولی فعلا اون گوشه است. 25 دقیقه میذارم برای فیزیک، 25 دقیقه میذارم برای شیمی. حالا توی این 25 دقیقه چیکار میکنم؟ تیکامو میزنم، اگه زرنگ بودم و خفن بودم و تیز و بز بودم قسمتی از دایره ها من میزنم، تمام. حالا برگرد از اول، دوباره برای فیزیک و شیمی برای هر کدوم 10 دقیقه وقت میذارم. تو 10 دقیقه چیکار میکنم؟ تو 10 دقیقه چیکار میکنم؟ میرم دایره ها رو تموم میکنم. زمین هنوز اون گوشه است، من پوست از سر فیزیک کندم با یه 25 دقیقه، پوست از سر شیمی کندم با یه 25 دقیقه، تیر خلاص رو به فیزیک زدم با یه 10 دقیقه، تیر خلاص رو به شیمی زدم با یه 10 دقیقه. آخر داستان 20 دقیقه زمان باقی مونده، حالا به زمین بگو بیا ببینم چیکاره ای. یعنی تو 20 دقیقه آخر میرم سر وقت زمین. گرفتی داستان چی شد؟ گرفتی چقدر خوشگل در اومد؟ دیدی چقدر قشنگ چیده شد؟ نه حقی از زمین خورده شد، نه به فیزیک و شیمی خیانت کردم، یعنی جفتشو کشیدم بالا تو این دفترچه، زمینو نگه داشتم یه گوشه، آخر سر رفتم تیربار ترکوندمشو برگشتم. حالا آقا من یه داستانی دارم، داستانتو بگو ببینم گلم. من دارو نمیخوام، یه سشکی میخوام، زمین زری به صفر نمیخوامش، چیکار کنم؟ شما به من گفتی میتونی زمین رو در بیاری از تو دفترچه بندازی تو صد لاشخال. بریم سراغ بی زمین ها. بی زمین ها چیکار میکنن؟ اول 25 دقیقه وقت میذارن برای چه درسی؟ فیزیک، بعد شیمی. حالا این که اول فیزیک باشه بعد شیمی باشه طبق قانون عکس قانون قورباغه است و خودت میدونی. 25 دقیقه 25 دقیقه تمام تیکا رو میزنم، قسمتی از دایره ها رو میزنم، بعد دوباره برمیگردم از اول 15 دقیقه چیکار میکنم؟ ما بقیه دایره ها رو میزنم تموم شه بره پی کارش، هم برای فیزیک هم برای شیمی، یا هم برای شیمی هم برای فیزیک. در آخر یه 10 دقیقه قلفتی میمونه که این 10 دقیقه رو میتونم بذارم اگر دایره ای دارم جمعش بکنم. چقدر خوشگل شد، چقدر نظم گرفت ذهنم. کافیه تو فقط 5 تا آزمون جامعه با این روش بزنی، به همه تستا میرسی، همه تستای ساده رو میزنی میترکونی، همه تستایی که نیاز به فکر داره رو هم جمع جور میکنی. فهمیدی چی شد؟ همه فهمیدن چی شد؟ حالت چطوره؟ قشنگ دستت اومد داستان چیه؟ آها ماشاءالله. ایول آهان دارم با تو حال میکنم، یعنی قشنگ تایمه معلوم شد، به همه درسام رسیدم، از همه مهمتر تو هر درسی قسمت‌های آسونو یا تست‌هایی که یه کوچولو زمان بذارم روش بیتره کنم و زدم رفت. زینب این چه سوال چرتیه؟ برای چی 10 دقیقه بدم زمین وقتی من دارو نمیخوام؟ اسکلم یه درسی که ذریب صفره برم بزنم؟ حالا این روش رو از قبل از عید من روی تعداد محدودی از دانش آموزا شروع کردم، بازمون جامعه امتحان کردم آوردم جلو، فکر کنم مثلا حدود 70 نفر همین حدودا بودیم، حدود 70 نفر. نکته جذاب اینه تو 2 تا آزمون اول، 9 تا آزمون جامعه ازشون گرفتیم تا حالا، تو 2 تا آزمون جامعه اول هیچ کدوم وقت اضافه نمی آوردن. از آزمون سوم به بعد رسیدیم به نقطه ای که بعضی هاشون سطح آزمونامون هم بالاست، سطح آزمون خدا وکیلی بالاست، بعضی ها عملا عددی که این آخر باسشون میمونه بیشتر از 30 دقیقه است وقت اضافه. 30 دقیقه وقت اضافه یعنی سر جلسه میتونی اعصاب روان همه رو منهدم بکنی،
تمام نکردی؟ اسکلو ببین چیکار میکنی؟ آسونه که، همین کافیه که یک سالن منهدم بشه. خدای توبه. بله، روش حذف رو تو همون اندازه که باید خودت قوی باشی و خودتو قوی کنی، باید بقیه رم دوست داشته باشی. سری پوشی شنه دارم. آفرین. آره، تو اون 30 دقیقه وقت اضافه لواشکی، یه چیز ترش با ملچ ملوچ و ولوم 100 تو سالن، هیچ کس هم هیچی نمیتونه بگه. هم بزاق دهنشون ترشو میکنه، احتمال داره بریزه رو پاسخ بک کنکورشون به فنا بره، هم گرسنه‌شون میشه، هم اعصابشون. و ببین خیلی راهکار وجود داره، یک کم اگر باهوش باشی. خدایا آره، مثل تیمای عربی رفتار کنیم، مثل تیم قطر، بحرین. جنگ روانی رو بندازی، خیلی مهمه، این خیلی مهمه. حذف کردن رقبا خیلی مهم. تخمه و اینا رو فکر نمی کنم تا الان کسی نبوده که بخواد تخمه ببره تو حوزه گذاشته باشن یا نذاشته باشن، اینو نمیدونیم، ولی میتونی تو نفر اول باشی. تخمه سیستم سوسول بازی اینجوری اینجوری، تخمه پوست توف پس گردن نفر روبرو بغلی اعتراض کرد، پوست توف تو صورتش. این سیستمی جنگ روانی میتونی راه بندازی و اتفاقای خوبی براتون میفته. چیپس هم تا الان هیچ کسو نداشیم چیپس بخواد ببره سر جلسه ببینیم میذارن یا نه. تو میتونی نفر تهش اینه که نمیذارن دم حوزه ببری دیگه، ببرید هر همه اینا رو میتونید ببرید. یه چیز جدید که خودم داشتم بهش فکر میکردم، احساس کردم خیلی میتونه جذاب باشه، این پلاستیکا که توش باده چیه دور وسیله ها میپیچن، دیدی میترکونه اونا، احساس میکنم سر جلسه جواب باشه. پانتا چنگایی میگه پسرموی من چیپس برده سر جلسه، احتمالاً هم الان سربازه. حالا در مورد سر جلسه و اینا صحبت، یکی از بهتریناش یه باکس رانیه که هی دونه دونه پس باز کنی سر جلسه، نباید بخوری حتما، ولی اون صدای باز کن وقتی سکوت شد این کارو بکن. حالا موقع بهتون میگم باید چیکار بکنید، خیلی راه ها وجود داره. بچه ها دایی صدیقی یاد کرد. خب حل تا اینجا، بریم جلو، بریم دفترچه ریاضی های بیچاره هم یه کوچولو در موردش صحبت کنیم. بچه های تجربی خویشتنداری کنن، بریم سر وقت بچه های ریاضی. ماشاءالله، یعنی خوراکتون این داستان، نگاه 99000 تا موضوع الان ایجاد شد اینجا، کارهایی که میشه انجام داد. آیدا نجف پور گفته یهویی بزنیم الکی زیر گریه که اعصاب بقیه خورد شه. عالید، عالی به خدا، یعنی اصلا گروه جنگ نرم. بریم اینور ریاضی. بچه های ریاضی دو تا دفترچه دارن، دفترچه یک تخصصی، دفترچه دو تخصصی. تو دفترچه اول 50 تا تست داریم، 80 دقیقه زمان داریم، کل ریاضیاته، یعنی حسابان هندسه گسسته، یک درس در واقع حساب میشه. اول 40 دقیقه براش وقت میذاریم برای همون یه درس، اون یه درس چیه؟ توش حسابان هندسه گسسته. تیکا رو میزنیم، بخشی از دایره ها رو میزنیم، بعد دوباره برمیگردیم از اول، 30 دقیقه وقت میذاریم. چیکار میکنیم؟ دایره هامون رو تکمیل میکنیم و در آخر 10 دقیقه زمان میمونه که اگر موند میریم سراغ دایره. بچه این تایم آخری اصلا نمیمونه هیچ وقت، یعنی من تا الان ندیدم مثلا کسی تو اون تایم آخری کار. چرا؟ یه عده دوست ابله داریم ها، تو این تایم آخره میرن به این زبدرها میپردازن، اینا یاد میگیرن سال بعد نباید به زبدرها بپردازن، باید وقت بزنن برای دایره. دفترچه دوم یه فیزیک داره، یه دونه شیمی داره. اول 20 دقیقه وقت میذاریم برای مثلا شیمی، بعدش 20 دقیقه فیزیک،
تیکا تمام، بخشی از دایره، بعد 15 دقیقه وقت میذاریم دوباره به همون ترتیب، مثلا شیمی، بعدش فیزیک، دایره ها رو میبندیم، آخر دوباره یه 10 دقیقه زمان میمونه. بچه‌ها این عددا دستتون میاد، آزمون بدیم اینا درست میشه، آزمون بدیم اینا درست میشه، قشنگ متوجه. بچه از اون فضایه بیاید بیرون دیگه، از اون جنگ روانیه بیاید بیرون، الان ما تو دفترچه ایم. ریاضی ها خیلی قشنگ میتونن از این داستان استفاده کنن و به نظرم خیلی به نفعشونه، چون خدا وکیلی 80% از بچه های ریاضی رفتن برای حذف کردن هندسه گسسته تا زمانی که سنجش اعلام کرد دفترچه ها اینجوری شد و الان کاک تو سر شدن، نمیدونن چیکار کنن. الان بهترین زمان برای این داستانه. بچه های انسانی حواسه اینجا شیشتونگ، دو تا دفترچه، 85 تست 70 دقیقه، 90 تست 85 دقیقه. دفترچه بچه های انسانی، هم دفترچه شماره 1 تخصصیشون هم دفترچه شماره 2 تخصصیشون خیلی پردرسه، خیلی پردرسه. و من احساس میکنم اولین گروهی که به خاطر این تفکیک دفترچه ضرر میکنن بچه های انسانی، و احساس نمی کنم، یعنی مطمئنم یه جورایی، به خاطر اینکه بچه های انسانی به واسطه این حجم از درس واقعا حلالشونه که قاطی بکنن یه هایی اون وسط. اگه این تفکیک سوات و بلد باشن اتفاقهای خوبی میفته. تو دفترچه اول ریاضی، اقتصاد، فنون، اجتماعی بر مبنای عکس قانون قورباغه ها مرتبش کن. اول دوم سوم چهارم بچین، اول برای هر کدوم 10 دقیقه وقت میذاری، تیکا رو میزنی و قسمتی از دایره ها رو، بعد دوباره برمیگردی از اول، هر کدوم 5 دقیقه وقت میزنی دایره ها رو تکمیل میکنی، در آخر 10 دقیقه وقت میمونه که اگر دایره ایمون میری سر وقت. دفترچه دوم عربی رو داریم، تاریخ و جغرافی رو داریم، فلسفه رو داریم و روانشناسی. اول برای هر درس دوباره 10 دقیقه وقت میذاری، عین صورت بالاست، فقط تایم آخرش متفاوته، تیکا رو میزنی با قسمتی از دایره ها، بعد 5 دقیقه وقت میذاری دایره ها رو تکمیل میکنی و در آخر 25 دقیقه میمونه برای دایره ها. دفترچه دوم 25 دقیقه باقی میمونه. من اگر جای تو باشم تو این 25 دقیقه خیلی شدیدن به درس پرضریبی میپردازم که به رشتم ربط داره. رشته روانشناسی میخوای؟ خود روانشناسی. حقوق میخوای؟ خود عربی. بچه اینا خیلی مهمه. حل بچه ها؟ آره، خیلی کمک میکنه این، چون چیدمان دقیق میده به ذهن ما، یعنی زمانبندی دقیقا طوریه که تو فقط باید شروع کنی با این بیای جلو، یعنی هیچ موزل و مشکلی نخواهی داشت، این آب خوردن جمع میشه. محمد جواد، من حقوقو بیشتر میپسندم تا فرهنگی. هم چرا این کارو بکنی سمی؟ یه دوازدهمشو بخونی جمع میکنه کل کارو. خب آزمون از کی؟ از کروکی آزمون شروع میشه. من الان فقط دارم روش آزمون دادن رو میگم، تازه آزمون دادن از کروکی کنکور استارت میخوره شروع میشه، یعنی الان نباید ذهنتون درگیر باشه. امیر حسین مختاری، اتاق عمل تو دو ماه هم میشه قبول شد امسال. بچه‌ها امسال ظرفیت پزشکی رو دارم میبرم بالا، گوش بده، من برای بچه‌های تجربی بگم داستان چیه. امسال ظرفیت پزشکی رو دارم میبرم بالا، پس خواه ناخواه روی دندون و دارو تاثیر میذاره، قطعا رو پیراپزشکی ها تاثیر میذاره. یه مثال ساده بر. اگه پزشکی بره به سمتی که تا 2500-3000 بگیره، دندون و دارو تا 4000 پر میکنه. این اتفاق خجسته‌ایه، چون باعث میشه این طیف از بچه‌هایی که تا دیروز خودکشی میکردن که رشته‌های اول پیراپزشکی رو قبول شن، حالا به پزشکی و دندون و دارو تیپ 3 امیدوار باشن. پس قاعدتاً پیراپزشکی‌ها با رتبه‌های بالاتر هم امسال پذیرا هستن، مثل پرستاری، مثل مامایی، مثل بینایی، مثل شنوایی. اینا رشته‌های فوق‌العاده‌ای‌ان، امسال خیلی راحت میشه قبول شد و به نظرم سال بعد این اتفاق نمیافت. خیلی حسو دارم که این روندی که گفتن پزشکی اضافه میشه، همین امسال این کارو میکنن و متوقف میشه. نمیدونم چرا، نمیدونم، احساس میکنم هیئت علمی ندارن، فضا ندارن، اصلا به سرشون ندارن این کارو انجام بدن، زیر ساخت مناسب ندارن. احساس میکنم همین امسال و امسال سال جذابیه برای قبول شدن، و اگر کسی خدایی نکرده امسال قبول نشه، دیگه تا آخر عمرش بره بمیره، چون بچه‌هاش هم بهش میگن اسکول تو 1401 کنکور انقدر هلو بود قبول نشدی دیگه، کلا به نظرم حرف نزن. این خیلی مهمه بچه ها.
این خیلی مهمه. نیلوفر رو همه تأثیر داره، آزادش هم تأثیر میپذیره. بله که میپذیره. یکم فقط بجنبید تو رو خدا بچه ها، یکم فقط بجنبید. یعنی اینو دارم خیلی برادرانه و رفاقتی و دوستانه میگم، اگر کسی خدایی نکرده امسال نتونست قبول شه، دیگه قید خیلی چیزها رو بزنه. اینو دارم جدی میگم. حالا میخوای الان بشیم به خاطر این حرفم گریه کن، میخوای بگم نه من انرژی گذاشته بودم سال بعد بهتر کنم، تو این حرفو زدی من دیگه ول کنم، هر کاری میخوای بکنی بکن به درک. من حرف حق و اول و آخرش میزنم، اون چیزی که درسته با صداقت دارم بهت میگم. تو این مدت زمان باقی مونده عین آب خوردن پزشکی دندون داروی تیپ 3 میتونی بگیری، عین آب خوردن میتونی پیراپزشکی بگیری، عین آب خوردن مهندسی ها رو قبولی، انسانی هم تقریبا همه چیزو قبولن. حالا شاید روی دانشگاه یک تهران مثلا بتونیم بحث بکنیم که بشه یا نشه، ولی این اتفاقی که امسال داره میفته به نظرم سال بعد نخواهد افتاد. تغییر دفترچه انسانی هم اگر تو سوات رو رعایت بکنی میتره کنی. بچه این سوات خیلی به درد بخوره، جدی بگیریدش، این سوات خیلی به درد بخوره. اما یه نکته خیلی مهم، تیپ 2 عراق، یه نکته خیلی مهم بچه، که اگر حواستون بهش جمع باشه قاعدتا از الان به بعد میتونه خیلی کمک بکنه. ما از الان به بعد تمام آزمون ها رو پذیراییم، تمام آزمون. یعنی هر آزمون آزمایشی در هر نقطه یک کشور برگزار بشه ما دوستش داریم. اصلا آزمون دادن رو دیگه بچه های پادگان ذوالفقاری دوست دارن، چون میخوایم تست ببینیم، استقبال میکنیم، تست های جدید ببینیم، فرایند های جدید ببینیم. ما منتظر تیپ بندی های مختلف هستیم. پس هر آزمونی هر جا برگزار شد با کله میریم آزمون میدیم. آزمون های سنجش به لحاظ سطح کیفی نمیخوام زیاد روش بحث کنم، چون هنوز ندیدیم چه اتفاقی داره توش میفته واسه امسال. اما چون آزمون های ارزونی هستن و از قدیم الایام هم این تو ذهنی همه بوده که آقا اگه بری سنجش آزمون بدی 20-30% از سوالای کنکور سرسری اون سالو میبینی، من آزمون های سنجش رو شدیدم توصیه میکنم. یعنی حتما آزمون های سنجش رو شرکت کن. اگر هم توی این اولین آزمونی که میخوان بگیرن آزمون جامعه پایه‌ها ثبت نام نکردی، بعدش دفترچه‌شو بگی بزن. انقدر مهمه که منی که انقدر این اخلاق واسم اهمیت داره و حرم و حلال میگم این کارو بکن. حالا نمیدونم بعدن چیکار میخوای بکنی، چه جوری با سنجش میخوای کنار بیای، ولی این کارو انجام بدید. این آزمون‌ها آزمون‌های مهمی هستن. ما همه آزمون آزمایشی‌ها رو از الان به بعد همه آزمون آزمایشی ها مد نظرمونه. و من تو کروکی کنکور تست هایی که میارم از تمام آزمون ها و نکته و تست ها و هر اتفاق خوبی که داره میفته قطعا برگرفته خواهد بود. بنابراین چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که شلکون صفر کن روی آزمون در نیاری. و این آزمون سنجش وحشتناک مهمه، چون اولین آزمونی هستش که تو به صورت رسمی قراره از سوات استفاده بکنی، به صورت رسمی قرار ازش استفاده بکنی. یعنی تکنیک تست دادن رو توی این هفته حسابی مرور کن، زمان بندی ها یادت باشه. اگه زمان بندی ها یادت میره اینجا رو بندهای انگشت بنویس، ببر سر جلسه که توی دفترچه یادت باشه چی بشه. روی تیکه کاغذ بنویس فردا با خودت ببر سر جلسه. باید رعایت بکنی، باید انجام بدی. بچه‌ها میپرسن حضوری بریم یا اگر نشد مثلا مجازیش؟ از دید من دیگه حضوری، از دید من آزمون حضوری دادن الان خیلی کاربرد داره، مگر اینکه تو شرایط سخت و عجیب و غریبیه. اگر شرایط خوبی نیستش که بتونی آزمون حضوری بدی، حالا بنا به هر دلیلی چون موج اومیکرون دوباره داره راه میفته و نگران هستی، بشین توی روی یک صندلی در واقع صندلی دانش آموزی و آزمون بده و شرایط آزمون رو برای خودت بساز. یعنی همونجوری تو محیط اتاق تو خونتون نباشه، اصلا جا رو عوض کن، برو یه مدرسه یه پولی بهشون بده، به سردار اونجا بگو من جمعه ساعت 8 میخوام بیام اینجا آزمون بدم، تو ساعت 12 فضا تو عوض کن. حتی اگر به بودجه بندیش نرسیدید میرید سر جلسه و آزمون میدید. بله حدیث هوشبری معلوم نیست، ولی هوشبری من فکر کنم تا مرز 6000 اینا بتونیم دیگه به این رشته فکر کنیم. دنیا این چه سوال چرت و پرتی؟ اگه خراب کردیم چی؟ ما آزمون میدیم که نقطه ضعفمون رو متوجه شیم، میریم خراب میکنیم، نزده و غلط زده ها رو در میاریم، سوات میکنیم، میخونیم، یاد میگیریم، آزمون بعدی تو چا نیافتیم. خب بریم ادامه داستان. من نمیدونم الان میرسیم یا نه. میرسیم بقیه شو چقدر تایم داریم؟ نمیرسیم. اوکی، باید و نباید های سر جلسه آزمون های جامعه با من باش، بریم جلو ببینیم چه خبره رفیق. برای آزمون 26 فروردین سنجش
حتما محیط آزمون خودتو تغییر بده و شرایط روز کنکور رو برای خودت درست کن. از صندلی تک نفره گرفته تا پوشش و تغذیه و این داستان، حالا اگه روزه نیستی. اگر هم شرایطشو داری که بری آزمون حضوری بدی، حتما برو آزمون حضوری بده. باز هم دارم تکرار میکنم، ما از امروز به بعد دو طیف دانش آموز داریم. گروه اول از تمام آزمون‌ها استقبال میکنه، حتی اگر به بودجش نرسیده میره آزمون میده، تو فضا قرار میگیره، سواتو تمرین میکنه. گروه دوم هی از آزمون فرار میکنه، به بودجش نرسیدم، نمیتونم آزمون بدم، روحیه‌ام خراب میشه، کارنامه بیاد فال، این هیچی نمیشه. دوست عزیز، اگر تو گروه دویی شما امسال تو کنکور نتیجه نمیگیری، ولکن برای سال آینده. اما اگر میخوای نتیجه بگیری، بودو بیا تو گروه یک. بچهای گروه یک بچه پرروهای پوست کلفتی هستن که تحت هر شرایطی میرن آزمون میدن، تحت هر شرایطی میرن آزمون میدن. سوات رو باید تمرین کنی، اون نظم زمان بندی رو باید تمرین کنی، اون تیک و دایره و زبدره رو باید تمرین کنی که بتونی نتیجه بگیری. خب وقتی نشستی سر جلسه آزمون، باید خیلی چیزا رعایت بکنید تا اتفاق خوب بیفته. خیلی از بچه ها در جلسه کنکورشون تو فضا و محیطی که براشون تازگی داره غرق میشن. ما اولین اصلی که داریم اصل شناساییه. روز آزمون آزمایشی سنجش میری میشینی سر جلسه و با دقت اتفاقا به اطراف نگاه میکنی، به آدم ها، لباساشون، کفشاشون، مدل حرف زدنشون، در دیوار، سقف، همه چیزو با دقت ببین که توی اون شرایط و اون محیط حل بشی. یعنی بپذیری تو چه فضا و فرایندی قرار گرفتی، هی نگران آدم ها و اتفاقات نباشی. این مورد اول. پس به اطراف نگاه کن، مراقب ها، آدم ها، تو ذهن تجزیه تحلیلشون بکن و حتما این کار رو انجام بده. خیلی ها میگن آقا چه لزومی داره، بذار بریم بشینیم شروع کنیم کارمون رو انجام دادن. ذهن آدم تا زمانی که آداپت نشده باشه با شرایط، دنبال این میگرده که بفهمه تو چه فضایی. فضولی میکنه اصطلاح، داری آزمون میدی، یهویی دیوار رو نگاه میکنی، تا حالا ندیدیم چه دیواری، چرا دیوارشو اینجوریه، داری آزمون میدی، یهویی یکی رو نگاه میکنی، این چرا این مدلی قیافش. اولش همه اینا رو با مغزت حل کن که توی اون فضا و توی اون محیط حل بشی و بتونی آروم آروم خودتو با محیط سازگار کنی. دومین داستان خیلی مهم برای بچه‌هایی که تمرکزشون موقع آزمون دادن از دست میره، ما یه اصلی داریم به نام اصل لیزر. تو اصل لیزر یه کار خیلی ساده انجام میدیم، ولی اگر تو این کارو واقعا جونندلن کامل انجام بدیم، میترکونی یا یه اتفاق خوب برات میفته. حالا باید چی کار بکنی؟ موقعی که داری آزمون میدی، اگر دیدی تمرکزت هی میره، هی فکر و خیال میاد سراغت، حاشیه ذهنی داره زیاد میشه، حتی موقع درس خوندن هم از همین امروز میتونی اجراش بکنی، سریع برگه کاغذ سفید بردار، حالا پشت دفترچه میتونه باشه، یا یه برگه آچار باز خودت ببر سر جلسه. این کارو تو روز کنکور نمیتونی انجام بدی، تا اون موقع بعد این اصلا رو انجام داده باشی، یاد گرفته باشی، حد تمرکزت بالا رفته باشه، یا موقع درس خوندن تو خونه این کارو انجام داده باشی، حد تمرکز اصلی رو بهش رسیده باشه که به موزل مشکلی بر نخوری. یه برگه کاغذ سفید بردار، روم برگه کاغذ سفید یه نقطه مشکی بزن و سعی کن صورتتو به برگه اونقدر بچسبونی یا نزدیک کنی که اطراف هیچ چیزی نبینی، فقط نقطه رو ببین و آروم آروم یه فاصله بین صورت خودت و برگه ایجاد کن. هنوز تمرکزت روی نقطه باشه. بچه‌ها در حد 20 ثانیه 30 ثانیه بعد شروع کنید به آزمون دادن و ادامه دادن درس خوندنتون. چه آزمون دادن چه ادامه درس خوندنتون، این کار رو انجام بده. آروم آروم تو رو از حاشیه محیط و اتفاقهای جانبی که داره میفته دور میکنه و حد تمرکزتو میاره بالاتر. این خیلی اهمیت داره. یک، اول که میرم محیطم رو شناسایی کنم که موقع آزمون دادن حواسم پرت نشه و هی این ور اون ور رو نگاه نکنم. دو، به محض این که احساس کردم حاشیه ذهنی دارم، یه برگه سفید با نقطه مشکی، چشمم نزدیک نزدیک، انگار چشم چپ شده، نزدیک نزدیک، بعد یه فاصله ای بهش بدم در حد 20 ثانیه 30 ثانیه و رها کنم برگردم به آزمونم. خب حل تو اینجا. بریم مورد بعدی. آقا از این آزمون سنجش هر اتفاقی میخواد برات بیفته بیفته، هر ماجرایی میخواد ایجاد چه ایجاد چه، باید برگه های جی پی اس تو با خودت ببری سر جلسه. باید برگه های جی پی اس تو همراه داشته باشی. البته همشو که نمیبری سر جلسه، یه ای کاش نامه رو با خودت میبری سر جلسه، اون سه تای دیگه هستن. قبل آزمون پرش میکنی، در حین آزمون پرش میکنی و بعد آزمون پرش میکنی. از این آزمون جامعه سنجش شروع کنی کارو.
از این آزمون جامعه سنجه شروع کن این کارو، یعنی از جی پی اسات استفاده کن، قبل آزمون پرشون کن، ای کاش نامه رو سر جلسه پر کن و بعد از آزمونم بقیه برگاهاتو پر کن. بچه‌ها این خیلی مهمه. بچه‌هایی هم که نمیدونن جی پی اس چیه، بودن برن کارگاه‌های قبلی رو ببینن، بودن برن کارگاه‌های سوات قبلی رو ببینن. اگر تو جی پی اس ها رو نداشته باشی تو آزمون‌های جامعه تا قبل از کنکور، به قرآن قسم روز کنکور هیچ کاری نمی‌کنی، گیج میشی، داغون میشی، به هم می‌ریزی. جی پی اس ها رو باید داشته باشی که اون نظام ذهنی، اون نظم ذهنی حاکم بشه، بتونی نتیجه بگیری. بچه‌ها اینو متوجه شدید؟ قول میدید از جی پی اس استفاده کنید دیگه؟ ای کاش نامه رو هر جوری شده با خودتون ببرید سر جلسه. بچه ها مهمه ها، ببین چقدر تاکید کردم، میخوای درجه اهمیتش رو بفهمی، برو از فارغ التحصیلایی که پارسال این کارو نکردن موندن پشت کنکور بپرس. تو وقتی آزمون میدی اگر فرایند جی پی اس نداشته باشی هیچ نقطه ضعفی نداری، هیچی از آزمون نمیفهمی، گند میزنی نمیفهمی چرا میری آزمون بعدی، گند میزنی نمیفهمی، همینجوری میری جلو تا روز کنکور. ای کاش نامه رو با خودت ببر، نمیذارم ببری، پشت دفترچه شروع کن بنویس ای کاش نامه رو خودت، با خودت بیار بیرون. ساحل باید جلسات قبلی رو ببینی که بفهمی جی پی اس چیه، تازه اومدی دوست عزیز. نه توضیح مختصر نداره حدیث، خیلی طولانیه. کارگاه‌های قبلی رو ببین، دقیقا متوجه میشی. خیلی مهمه ها. ببین تو فکر کن 5 سال پشت کنکوری، همه معلم خصوصی خفنم داری، یه کله درس خوندی، خیلی خوب، چون بلد نیستی آزمون بدی و سوات نداری و جی پی اس نداری، به قرآن بالا 40,000. اصلا شک نکن، اصلا شک نکن. ما کم نداشتیم بچه خفن که به لحاظ علمی خوب بودن چون بلد نبودن آزمون بدن به فنا رفتن، و ما دانش آموز بالای 10,000 20,000 30,000 خیلی زیاد داریم که سوادشون اندازه رتبه 1ه، بلد نیستن آزمون بدن، بلد نیستن آزمون بدن. اسمم نمیبرم، از بچهای معروف پارتال کلاسینو دیگه خودتون میشناسید دیگه. جلسات قبل روی سایت کلاسینو هست، میتونید برید ببینید. آره شاهین، آره، بله مهدی احمدی، متاسفانه جی پی اس در حین آزمون دادن باید پر بشه. فاطمه یعنی چی؟ ای کاش نامه که در تری داری الان تست میزنی، مثلا رسیدی به فارسی، ای کاش این لغت رو میخونم، میری یکم جلوتر، ای بابا قرابت، ای کاش این بیت رو نگاه میدم، میری یکم جلوتر، ای کاش تو فیزیک محاسبات. خب ادامه داستان، یه موزل خیلی مهم دیگه ای که با خیلی از بچه‌های عجول ما داریم و گند میزنه تو سیستم آزمون دادنشون اینه که دفترچه رو باز میکنن یهویی کل تستا رو میبینن هول میشن به فنا میرن. اینو گوش بده، سازمان سنجش اینجوری فکر کن، همه تستاشو با مکر و حیله میچینه توی دفترچه، یعنی عملا روانشناسی میکنه شماها رو و تستا رو میاره. دانش آموز رفته بود سر جلسه آزمون، میگفتش که آقا از اول دفترچه اومدم شروع بکنم درس اول فارسی، دو تا تست اول رو نگاه کردم یا خدا اصلا اینا نمیتونم بزنم، املا و لغت من مشکل دارم نخونم. گفتم میرم از آخر فارسی میذارم، اوضاع خوبه. میرفتم از آخر فارسی شروع کردم، دیدم دستور زبان گذاشته دو تا سه تا اونها رو نتونستم بزنم. گفتم بذار وسطش تست بزنم، رفتم وسطش دیدم 3-4 تا بیت افتضاح واسه قرابت گذاشته، اونها رو نتونستم بزنم. با خودم گفتم من فارسی بزن نیستم، خداحافظ، ولش کردم. بعد از آزمون اومدم تستا رو نگاه کردم، دیدم تو 25 تست فارسی 7-8 تست فوق‌العاده سخت بوده که همین اینا بوده که اول و آخر و وسط گذاشته بودن که من نتونم بزنم اونا رو، ببینم اعصابم خورد چه گم بزنم تو بقیه تستا. ما از تست شماره 1 شروع میکنیم، طبق قانون سوات میایم جلو، تیک دایره زبدن، دونه دونه تستا رو میایم پایین. برای اینکه گیج نشیم یه برگه با خودمون میبریم یا دستمون رو میذاریم روی تستا، دونه دونه میایم جلو. ما یهویی کل تستا رو نمیبینیم، ما یهویی کل دفترچه رو نمیبینیم، چون میدونیم به فنا میریم و دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. این خیلی مهمه ها، حواست باید جمع این داستان باشه. اکثر بچه‌ها مخصوصا دخترها که به مشکل برمیخورن تو کنکور دقیقاً همین جمله رو میگن، یهویی همه تستا رو دیدیم چقدر تستاییه که ما بلد نیستیم و نتونستیم کاری انجام بدیم. بچه‌ها واسه تون جمع این داستان باشه ها.
صد کشور شاهین. بله دقیقا اینه. محمد میرزایی گواه بر این داستان، خودشم الان اینجا هست. همیشه به لحاظ علمی خفن بودن دلیل نمیشه تو رتبه خوبی به دست بیاری. محمد میرزایی به لحاظ علمی از دید من رتبه زیر 500 کنکور، ولی کن به خاطر درست تست نزدن، الان خودشم اینجا هست، به خاطر درست آزمون ندادن، به خاطر درست استفاده نکردن از روند به فنا رفت و الان اینجاست دوباره، که انشالله امسال زیر 100 میاد انشالله. انقدر تو کروکی کنکور آزمون میدیم که اتفاقهای خوب میفته. بچه ها یه 30 صفحه دیگه پاور مونده دیگه، فکر کنم بریم اون صفحات آخر. هان چجوری میتونیم یه بریم اینجا یه چیزی میزدیم؟ اینو میزدیم. بذار اینم بزنیم. نه 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 همین که انزلی تو سیستم. خب آزمون سنجش این هفته رو که دادی به هیچ عنوان دفترچت رو خط خطی نکن، یا اگر خط خطی کردی با مداد باشه، چون یه سری از دوستان ما هستن که همچنان تعطیل هم با خودکار آزمون میدن، با مداد باشه که بعد از آزمون بتونی دفترچه رو پاک کنی، ما خیلی کار داریم با اون دفترچه. پس آزمون رو که دادی دفترچه رو خط خطی نکن، یا اگر خط خطی کردی لطفاً با مداد باشه که بتونی پاک کنی، چون بعدش باهاش خیلی کار داریم. حالا اینکه چی کار داریم با آزمونه به موقع توضیح خواهم داد. فقط این آزمون خیلی برام اهمیت داره که با سوات انجام بشه و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی نکنه از فضای سوات بیای بیرون ها. حواس جمع داستان باشه. خب بچه یه تیکایی از ادامه داستان رو بهتون بگم، چون طبق معمول دوباره نرسیدیم همه چیز رو کامل بکنیم. بله علی محمدزاده وقت برای همه اینا هستش، تو کروکی وقت میشه برای همه این داستان، چون از صفر شروع میشه. همه اینجا ما از الان به بعد چند تا ماجرای مهم باید برامو اتفاق بیفته از 20 فروردین تا آخر فروردین، این مدت زمان باقی مونده. یک، بچه‌های ابز آموزشی چه حضوری چه مجازی تکلیفشون معلومه، برنامه رو دارن، روزانه 5 تا آزمونم دارن، گزارش عمل کردم که برای من هر شب دارن میفرستن. بچه‌های حبس چند تا آزمون شد تا الان؟ چند تا آزمون شد تا الان؟ رفقای تو حبس آموزشی تا الان چند تا آزمون شد؟ نگاه کن نگاه کن کدوم مجموعه کشور به عدد 80 تا تونسته برسه؟ بیا به من بگو، بیا بگو ببینم آیا سیستم مشاوره‌ای وجود دارد که به عدد 80 حداقل تا حالا تو آزمون رسیده باشه. ما 150 تاشو خواهیم زد، 150 تا آزمون فقط و فقط تو حبس آموزشی میزنیم. میخوام ببینم اصلا داریم چنین چیزی تو کل کشور؟ بله که نداریم، بله که فقط خودمون هستیم. 80 تا آزمون درست و درمون مردونه، آزمون سوسول بازی آبکیه چرت و پرت، نه کدام یک از عدد زیدوج هست، از این فازا نه، آزمون مردونه که پوست قلفتی یا کله بچه بکن خزون شه که بعدش تحلیل بکنه هر یه تستش یه بخش از کتاب باشه. این تا اینجای دوست. بچه هایی که تو حبس نیستن که تعدادشون فکر کنم 16-17 نفر فکر کنم عملا یه چنین عددی داریم، حالا ایراد نداره، این بچه ها برنامه مطالعه حجمی دارن که برنامه حجمیشون رو گرفتن طبق اون میان جلو. باید آزمون هایی که تا الان دادن، حالا چه وی آی پی بودن چه پروفشنال بودن، پنلشون باز آزمون ها رو تحلیل بکنن، گزارش عمل کرد دارن میفرستن. بچه های 11 هم که دیگه تموم شد داستانشون، برنامه مطالعاتی میگیرن، برنامه مطالعه فردی میگیرن، با ما میان جلو، تحلیل آزمون های قبل رو دارن فعلا تا یک فرایند جدید براشون معرفی بشه و ارسال گزارش عمل کرد دارن. اینو گفتم که هر کس بدونه کجای داستان وایساده و چه اتفاقی داره میفته، این خیلی مهم شده. گفتیم آزمون مردونه، سمانه زده جنسیتی نکنید بحثو. بله تستامون مختلط بوده، زنونه و مردونه و خفن. خب ادامه داستان،
شنبه یک اردیبهشت یه اتفاق خفن داره میفته برای همه بچه هامون که قصه برای همه بچه هامون که توی حبس آموزشی بودن یه اتفاق خیلی خفن قراره بیفته و این اتفاق خیلی خفن و درجه یک اگر میخوای واقعا توش نتیجه بگیری با سوات وارد شو. ما آزمون جمع‌بندی خواهیم داشت از بودجه بندی فاز یک ایبوک، فقط هم مخصوص بچه‌هایی که تو حبس آموزشی بودن، چه حضوری چه مجازی. پنجشنبه یک اردیبهشت این اتفاق خواهد افتاد که ازت میخوام این آزمون سه دفترچه ای و با سوات بزنه بیای جلو. بچه ما دیگه تمام آزمون‌های جامعمون طبق تغییرات سازمان سنجشه، یعنی چجوریه؟ سه دفترچه ای که قشنگ بیافتیم رو قلتک یاد بگیریم داستان چیه دیگه، موزل و مشکل نداشته باشیم. این که چه فازی هستی اصلا اهمیت نداره، مثلا فاز 4، فاز 3، فاز 2 اصلا اهمیت نداره. آزمون فاز 1 میخوایم بگیریم خودتو بسنجی کجا وایسادی. از اینجا به بعد دیگه یه ضرب میخوام ببندمت با آزمون. بله شرایطشو شاید بتونیم طوری کنیم پرینت هم بگیرن دیگه، فایل آزمون بذاریم که بچه‌ها پرینت از قبلش میذاریم که پرینت بگیرید بچه‌ها. هر کسی از برنامه حبس آموزشیش عقب افتاده بره از همون جایی که عقب افتاده ادامه بده بیاد جلو، در صورتی که ما تعطیلی هم میذاریم که برسیدا. آقا من تا روز 12 خوندم نرسیدم بقیه رو بخونم چیکار کنم؟ برو از همون 12 ادامه بده کارو. آزمون رو داریم یه کاری میکنیم که هر ساعتی بتونید آزمون بدید. نگران نباش فقط با من همراه باش، همه معضلات حله. آزمون هم یه جوری میذاریم که پرینت بگیرید. چقدر مونده تا افطار؟ پرینت بگیرید بتونید کامل آزمون بدید و بعدش تحلیل کنید. بچه های 11 دوشنبه آزمون دارن و اینم باید اعلام بکنیم. بچه های 11 هم آزمون جامعه فاز 1 و دوشنبه این هفته دارن. بچه های کنکوری پنجشنبه 1 اردیبهشت. سوالی که این روزا خیلی از شماها دارید میپرسید، اینه که برای جمع‌بندی ما باید چه منابعی تهیه کنیم؟ ما که سرباز پادگان ذوالفقاری هستیم، شما به عنوان مشاور ما دقیقا نمیخوای بهمون بگی چه کتابایی باید بگیریم. فکر کنم از اول سال که توی سیستم من بودی یا سیستم من زیر نظر داشتی متوجه این داستان شدی. تمام تست های به درد بخور در هر درسی در آزمون های روزانه من قرار میگیره. حالا از هر کتابی باشه، از هر آزمونی باشه، از هر جایی باشه، تمام تست های به درد بخور از هر درسی در آزمون های روزانه من برای تو آورده میشه که بتونی ازش استفاده بکنی. الانم برای تایم جمع‌بندی هیچ منبعی نیاز نداریم. اگر نیازمند منبعی خاصی شدیم من اعلام میکنم. چرا به هیچ منبعی نیاز نداریم رفقا؟ به خاطر اینکه تو کروکی کنکور برای تمام سربازای پادگان ذوالفقاری یه سورپرایز خیلی خفن داریم، اونم تو این تایمی که این همه پدر مادرها دارن هزینه میکنن و اوضاع اقتصادی هم خیلی درب و داغونه، میخوایم یه شرایطی درست بکنیم که پول ندی بابت خیلی از کتابها و خیالت راحت باشه که هر چیزی نیاز هست اینجا بهت ارائه میشه. اینم یه حرکت دیگه برای اینکه به نفع تو خانوادت کار کرده باشم. یعنی سعی کردم در طول این سالی که گذشت بارها شرایطی درست بکنم که به بچه‌هایی که شرایط مالی خیلی خوبی ندارن فشار نیاد. تو هر گروهی که هستی، چه اسمارت، چه پروفشنال، چه VIP و چه دانش آموزهایی که تو تره TNT ثبت نام کردن، پروژه کروکی کنکور برای اون دانش آموزا رایگانه. یعنی تو این مدت زمان باقی مونده تا کنکور سراسری هیچ هزینه جدایی برای سیستم مشاوره و برنامه ریزی قرار نیست تو پرداخت بکنی و من همه این شرایط رو برای تو ایجاد کردم که تو مهمون من باشی. پس هزینه نکن، نه کتاب اضافه بخر، نه هزینه اضافی آزمون بده. از آزمون استقبال میکنیم و هر جا هر آزمونی بود ما ازش استقبال میکنیم، ولیکن نمیخوام اگر توی شرایط سخت هستی هزینه الکی بکنی، چون من همه اونا رو برات رایگان کردم و توی سیستمم دسترسی تو رو به همه اونا باز میکنم که بتونی راحت با من هماهنگ بیای جلو. موافق این داستان هستید یا نه؟ موافق هستی یا نه؟
حال کردی با این سورپرایزه یا نه؟ بله؟ این کاری بود که از دستم برمی اومد. بعد از پروژه استودیو فن که رایگانش کردم برای بچه ها، احساس کردم که باید کروکی کنکور هم رایگان بشه تا بچه ها بتونن خوب و ایدئال و حرفه‌ای ازش استفاده کنن. حال کردی یا نه؟ به من بگو از 1 تا 100 چقدر حال کردی با این سورپرایز؟ ایوه، یکی زده 99. اون یه دونه رو فکر کنم داداش میخوای من جات برم کنکور بدم دیگه که 100 بشه. دمتم گرم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. حالا همه میتونن راحت یه جنبندی خفن و خوب داشته باشن، همه یه سربازهای پادگان ذوالفقاریه تو هر طرحی که هستن. البته که کاملا مشخصه دانش آموزها بر مبنای طرحی که دارن میتونن یک سری خدمات اضافه هم داشته باشن که حالا در مورد اونا صحبت میکنم. ما از این به بعد تو پروژه کروکی کنکور برای اولین بار آزمونهای جامعه شبیه ساز کنکور سراسری رو داریم با تکنیک سوات که بر مبنای اون تو اون بازه‌های زمانی که میخوایم سرعت عملتون زیاد بشه راحت بتونید تست بزنید، آزمون بدید، بیاید جلو و یه نتیجه ایدئال و خوب هم بگیرید. و نکته جذاب داستانش اینه، ما قبل از کنکور سراسری، قبل از روز کنکور سراسری، 30 بار میخواییم با کنکور سراسری ملاقات بکنیم. و سوال من اینه، اگر دانش آموزی در شرایط تعطیلی باشه، هیچ کار خاصی انجام نداده باشه و 0 مطلق باشه، حالا توی کروکی کنکور قرار بگیره تو مسیری که من میخوام و تا روز کنکورش حداقل 30 تا آزمون داده باشه، آیا واقعا احتمال داره که قبول نشه؟ واقعا احتمال داره که قبول نشه؟ با 30 بار آزمون دادن، حداقل 30 بار آزمون دادن، که این عدد بیشتر هم خواهد شد. و تازه جالب اینجاست در کنار این داستان و برای این که به این فرایند و به این شرایط برسیم، انشالله داریم یه شرایطی رو هماهنگ میکنیم که یک سری آزمون جامع 4 ساعته هماهنگ طبق فرایند کنکور سراسری هم تو جمعه ها داشته باشیم، که انشالله شروع کروکی کنکور این داستان هم خواهیم داشت. یعنی هر جمعه یک آزمون جامع که برای بچهای وی آی پی البته میخواد این اتفاق بیفته. در کنار این قضیه یه ماجرای جذابناک آلودم داریم که این الان خوراک مدیرهای مدارس، معاونین محترم، معلمین دلسوز، پدر و مادرهای شیفته معدل و دانش آموزانی است که عشق معدل بالا دارن. پروژه 2020 هم خواهیم داشت که از شروع کروکی کنکور روند تشریحی همه درس‌ها رو برای آمادگی امتحانات نهایی 12 در پیش می‌گیریم. یعنی برنامه درسی داریم، نمونه سوال امتحانی داریم، تکنیک بهتون میگیم باید چیکار بکنید که انشالله بتونید تو امتحان نهایی هم یه نمره خیلی خوب و درجه 1 و ایدئال انشالله بگیرید و دست از کله کچل ما بردارید که آقا نمره مهمه، نمره مهمه، نمره مهمه. ماما اینجوری هن الان دیگه میگن رتبش که حالا انشالله که خوب بشه ولی معدلش خیلی مهمه. میگم چرا؟ میگه آخه بچه برادر منم معدل خیلی بالایی داره و فامیل از ما انتظار دارن که بچه ما هم معدل خیلی بالایی داشته باشه. اوکی، اینم درست میکنیم. خب اما من یه توضیح سریع بدم چون خیلی از بچه‌ها جدیدن و میخوان عضو یکی از طرح‌های سیستم بشن تو پادگان ذوالفقاریه. خیلی شسته رفته و خودمونی و دقیق دارم بهت میگم، یعنی خیلی روک و رو راست و خاکی طور دارم بهت میگم. آقا اگه پروژه وی آی پی باشه که کامل ترین طرح پادگان ذوالفقاریه است، این اتفاقا میفته. مشاوره شما به صورت هفتگی ویدیو کال با منه، برنامه درسی رو تو کروکی داری، آزمون‌های روزانه کروکی رو داری. اما نکته مهم تو سیستم مشاوره، نظارت و کنترل روزانش با خودمه. در کنار این داستان پشتیبانی تلفنی آنلاین هم داری، در کنار این داستان گزارش عملکرد رو برای من میفرستی. یه نکته خیلی مهم و جذاب که خیلی از بچه‌ها پیگیرش بودن، 8 مرحله آزمون شبیه ساز کنکور داری که در جمعه ها گرفته میشه. این مراحل 4 ساعته عین فرایند کنکور سراسریه که برای بچه های وی آی پی اتفاق میفته و منبع تستیت هم
که تکمیل و کامل هزار تا آزمونه توی طرح وی آی پی که پنلش برای بچه هامون همه بازه و میتونم به عنوان منبع تستید بکنم. یکی بچه ها به من داشت قبل از عید میگو من برنامه هم طوری تنظیم کردم که روزانه 10 تا آزمون رو برگشتم از اول دارم دوره میکنم میام جلو و خیلی خفن و آدم دیگه از قبل از عید حساب کن تا 100 روز برسیم یه بار دیگه این 1000 تا آزمون رو کلن زده اومده جلو. توی طرح پروفشنال چه اتفاقی میفته اونم خیلی مشخصه. تو طرح پروفشنال مشاورتون هفتگی تلفنی با خودم نظارت و پشتیبانی روزانه دارید، برنامه درسی کروکی کنکور، آزمون روزانه کروکی کنکور، گزارش عملکرد برای خودم میفرستید، منبع تستید 700 تا آزمونته و آزمون‌های جامع شبیه ساز کنکورت هم دو مرحله خواهد بود توی طرح پروفشنال، یعنی توی وی آی پی 8 مرحله و توی پروفشنال دو مرحله خواهد بود. تو طرح تی ان تی هم که من تی ان تی رو به بچه‌هایی توصیه می‌کنم که خودخوانن، یعنی یک برنامه جامع حجمی می‌خوان هند که خودشون بخونن. روش خورد کردن رو گفتم، برنامه حجمی تو کانال میذارم، گفتم چیدمان چجوری باید باشه، خوردش میکنی میخونی میای جلو. مشاوره تلفنی اگر با من خواستی یه هفته در میون داری، فرایند پشتیبانی رو داری، برنامه ریزی درسیت کروکی، آزمونای روزانت کروکی، نظارت و پشتیبانیت هفتگی، گزارش عملکردت هم هفتگی میفرستی. یعنی مثل این دوتا تر روزانه نیست که آخر شب برای من گزارش عملکرد بفرستی، گزارش عملکرد تو هفتگی برای پشتیبانت میفرستی. بچهای اسمارت هم دقیقاً فضاشون فضای تی ان تی و هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. آزمون جامع در طرح تی ان تی وجود نداره، در طرح وی آی پی یا در طرح پروفشنال هستش که آزمون شبیه ساز وجود داره. گرفتید بچه‌ها؟ خیلی واضح برات سه تا تر رو توضیح دادم که قشنگ متوجه بشی داستان چیه، مثلا واسه اون دسته از بچه‌هایی که تازه میخوان به سیستم ما ورود بکنن. چون حجم اون بچه‌ها و تعدادشون خیلی زیاده، برای ثبت نام کردن باید با این شماره تماس بگیری، ولی اگه اطلاعات میخواید بگیرید با واحد پشتیبانی یعنی 0936 755 0283 تماس میگیری، اطلاعات بد میده که دقیقاً بدونی چه خبره و چه فرآیندی قراره ایجاد بشه. به همین سادگی، یعنی همه رو گفتم، یه سری امتحانات هماهنگ شبه نهایی تو مدارس داره برگزار میشه. بچه‌ها نمره امتحان نهایی مهمه، این امتحانا رو هم برید سر جلسه در حد روزی 100 200 300 برایش وقت بذارید بخونید یه نمره بگیرید، ولی که نمره امتحان نهایی فقط اهمیت داره. خیلی هم فکر کنم واضح و دقیق و جامع و کامل همه رو بهتون گفتم. خیلی از کارامون باقی موند که منکولش میکنیم به در واقع جلسه مشاوره بعدی، که من حتی در یک جلسه هم نتونستم کل کارو طبق اون چیزی که میخوام با همون سرعته ببندم. بعد تازه میخوام مهمونم بیارم، بعد از عید بخواستم فت و فراغون رتبه ورتا بردارم بیارم اینجا، که البته هیچ کابردی هم نداره، همون فضای گدایی انگیزه است، ولی که خب ما 80% از مردم کشور ما این مدلی دارن زندگی میکنن، یعنی با ناله و غر و بدبختی دارن گذران اون میکنن، چون به خودشون رجوع نمیکنن، نمیخوان خودشونو درست کنن، درگیر این هستن که یکی یه روز یه جایی بیاد یه کاری براشون انجام بده و این خیلی فاجعه و بده. ببخشید انقدر راحت رو گفتم، اخلاق منو میدونید، اون چیزی که احساس میکنم درسته رو کامل میگم. بچه‌هایی که در واقع تو حبس آموزشی بودند، یعنی تو هیچ کدوم از طرح‌های ما نبودن، تو حبس آموزشی بودن، تا آخر فروردین با ما هستن، برای ادامه مسیر باید تو یکی از طرح‌ها قرار بگیرن، که توصیه اول ما قاعدتاً وی آی پی. خب چون نظارت و کنترل و چکینگش خیلی مفصل و کامل تره. مراقب خودتون باشید رفقا، این هفته هفته عجیب و غریبی، اتفاقای جذابی قرار بیفته. توی کانال تلگرامیتون کامل توضیح میدم، بهتون میگم چیکار باید بکنید، با چه روندی بیاید جلو که بشه اون چیزی که میخواید بشه. فقط محکم قدم بردارید، کم نذارید، چالش ها رو جدی بگیرید. ورزش صبحگاهی اصل داستان، مخصوصا تو بهار که همه خوابالودن و اعصاب روانشون داغونه. به نظر من که خیلی خوب و درجه یک و حرفه‌ای داریم میایم جلو، باید این روند ادامه پیدا بکنه. یادت نره روز کنکور سراسری سواته که به دادت میرسه. مراقب خودت باش، خدافظ.